رو براش استدلال خوب داشته باشیم و توضیح بدیم که نیک چیست و چرا یک امری اخلاقی است، تمام است. ببخشید، و اخلاق حرکت میکنیم. حالا اینجا ما با یک سیستمی طرف هستیم که حالا بجز این که ابطال پذیرن، بجز این که وریفایبل هستن، حالا سر ابطال پذیری حرف و حدیث زیاد است، قضیه دوم کوین هست، وارد اون نمیخوام بشم، ممکنه جناب دکتر بگن بله ایراد هست به ابطال پذیری، اما یک چیزهایی رو در علم، مثلا ما وقتی در وقتی میخوایم وارد متدولوژی علم بشیم، ما فرگشت رو به عنوان یک تقریبا فکت، یک فکت علمی است پذیرفتیم. از یک طرف دیگه ما با یک نظامی طرف هستیم که هر کاریش میکنیم، هر جور حساب کتاب بکنیم، عمر زمین بیشتر از 6000 سال نمیشه و هنوز ما داریم، معذرت میخوام، دیندارانی رو که اصلا رسما مسیحیان زیادی هم هستند، جناب دکتر هم فکر میکنم میدانند که اینها young earth creationist هستند، یعنی کسانی که باور به زمین جوان دارند. حتی old earth creationist ها هم به گونه ای باز فرگشت رو رد میکنند. خب یعنی ما با زمینی که عمرش کمتر از 6000 ساله، با یونسی که در شکم ماهی میره، با هدهدی که سخن میگه، با داستان تخت سلیمان، با ابراهیمی که در آتش نمرود میره، با شکافته شدن دریا، شق القمر، ما با اینها طرف، اینها هیچ کدوم در دیسکورس علمی جایگاهی ندارن. من نمیگم علم مشخصا میاد اینها رو رد میکنه، اما شما در دیسکورس علمی به سراغ این مدل باورها نمیرید. پس چیکار باید کرد؟ باید اینها رو تمثیل در نظر گرفت. البته من این رو بگم، آنچه که جناب آقا میری عزیز گفتن، من خیلی خیلی، یعنی واقعا موسیقی است برای گوش من، من خیلی خوشحال میشم، یعنی واقعا لذت میبرم. شاید کمترین مخالفت من با ایشون دارم، چون اونقدر از عقلانیت و از استدلال میگن که دیگه من واقعا نمیدونم باید بگم. ولی ما این گونه نیستن، یعنی من فکر میکنم کسانی مثل جناب آقا میری واقعا در اقلیتن و این رو بپذیریم که تاریخ هم پر از معتزله نبوده، اتفاقا معتزله رقابت رو باختن، یعنی عقلگر از دل دین معمولا در اومدن، بنیادگرایی همچین آتشش داغتر بوده، تنورش گرمتر بوده. همین الان هم ما با روایت‌های مختلف و قرائت‌های مختلف از دین درگیر هستیم، یعنی همینجا در همین پنل خود جناب آرمین گفتن من با بخشی از سخنان جناب آقا میری مخالفم. من حتما فکر میکنم که جناب دکتر رضایی عزیز هم مخالفت‌هایی دارند. حالا تا اونجایی که من میشناسم ایشون رو با هم صحبت کردیم، من افتخارش داشتم با ایشون چندی مناظره برگزار کردیم، حالا اگر نیست که خودشون بعدا من رو کرکت کنن، ولی من میدونم که یک بخش عمده از روحانیون ما با آنچه که جناب آقا میری گفتن باور ندارن. پس ما داریم میریم سر یعنی وقتی میخوایم قضیه رو به عنوان تمثیل نگاه بکنیم، بگیم آقا مثلا قصه آدم و حوا تمثیلی بوده، قصه کشتی نوح، طوفان نوح، داستان موسی، حتی برده بودن بنی اسرائیل که اینها هیچ شواهدی براش نیست، شواهد تاریخی براش نیست، اگر اینها رو تمثیلی میخوایم بگیریم، اون وقت باید بیایم ببینیم آقا فرق مرز حقیقت و داستان حقیقت و غیر حقیقت چیست، یعنی اون کجاست، از کجا میتونیم بفهمیم که این تمثیل ها ریشه تاریخی ندارن. همین تاریخ یهودیت رو که شما نگاه میکنید، میبینید که آقا از زمان ارمیا و حزقیاله که این داستان اصلا تک خدایی بودن مطرح شده، یعنی این که آقا فقط یهوه رو باید بپرستید. قبل از او به نظر میاد اینا هیدونیستیک بودن، یعنی اصلا به چند مدل خدا باور داشتن و هینوفیستیک، ببخشید، و قبلش هم که پولیتیستیک بودن، یعنی چند خدایی داشتن، بعد یک خدا بیشتر شده که یهوه بوده. بعدش از زمان ارمیا و حزقیاله که تو این کتاب مقدس نگاه میکنید، آخرهای کتاب عهد عتیق هست که حرف از تک خدایی زده میشه، حرف از گناهکاری یهود زده میشه که آقا شما به خاطر اینکه بت پرستید اینجوری شدید. قبلش به نظر میاد اینجوری نیست. حالا تاریخ همین دین رو که در نگاه میکنیم، میبینیم که من یه مثال ساده‌ای که یادم میاد از آقای آهج چایلز که میشناسید، ایشون یکی از مهمترین تئولوژن های مسیحی است، ایشون میگه آقا اصلا آنچه که در موعظه بالای کوه آمده، این اصلا تقریبا برگرفته کامل از کتاب راه به طریقی که اصلا یک کتابی است که بین یهودی‌ها میگشت، مال یکی از این فریسیان هست. خیلی خوب، بعد میگه آقا این که دیگر رو از ته دل دوست بدارید و ستم می‌کردن به شما، نمیدونم خوب سخن بگید و پاسخ ندید و این طرف صورتتون رو ببینید، حرفایی بوده که در اون کتاب اومده. و اصلا خود این آهج چارلز ایشون میگه آقا جیزس این حرفا رو، یا مسیح این حرفا رو از اون یکی گرفته، خدا و همسایه‌ت رو دوست بدار همونجا اومده. خب من دارم میگم که من الان نمی‌خوام وارد بحث‌های تاریخ بشم،
تاریخ دین نگاه میکنم میبینم آقا یک نظام افلاطونی میتونم ببینم که این علت ها پشت سر هم چه بودن که ما با یک نظام ابراهیمی ادیان ابراهیمی رسیدیم. یوهویی نیفتاده. وقتی این به تاریخش نگاه میکنیم میبینیم آقا یک رواقیونی بودن، باور به ذهن و به ماده داشتن، بعد نمیدونم فیثاغورسی بوده که ایشون گفته مراحل وجود هست، یک خدایی هست، بعد مرحله دوم ارواح غیر مادی هستن، بعد انسان، بعد عدمه مثلا، و بعد افلاطونیان اومدن اینو گرفتن، حالا فلوتین و دیگران تبدیلش کردن اون داستان عقل اول عقل دوم، بعدم مسیحیان این رو گرفتن و داستان اکس نیهیلو رو مطرح کردن، این خلقت از هیچ رو مطرح کردن. همینطوری میایم جلو میبینیم اینها چیزایی نیست که یوهو از دل تاریخ پرت شده باشه بیرون، اینا تاثیراتیه که این نظام ها از هم دیگه گرفتن. و بعد هم به پیامبر اسلام رسیده نگاه میکنیم میبینیم داستان های بایبل رو گرفته، تغییر داده، خیلی هاشون حتی سانسور شدن، خیلی هاشون غلطن و بیان شده، خیلی جاهاش اشکال اخلاقی داره. مثلا داستان بردهداریشو میخوان چیکار کنیم، داستان حقوق زنانشو میخوان چیکار کنیم، داستان ارتدادش، حالا ارتداد که در قرآن نیست ولی به هر حال در سنت هست، اینها رو چه باید کرد؟ یعنی ما میبینیم یک کتابی که کاملا میشد سیر تاریخیشو بررسی کرد و دید که چرا این گونه شده رو ما میخوایم بگیم مشخصا حاصل وحی است. حالا وقتی ما همچین ادعایی میکنیم دیگه اینکه این کتاب زندگی ما رو معنادار میکنه کافی نیست، این ادعا دیگه کافی نیست، چون خیلی چیزا زندگی رو معنادار میکنه. برای ناتسی ها هم ممکن بوده که مثلا آثار فیخته خیلی زندگیشون رو معنادار میکرده، ولی این کافی نیست. برای یک مارکسیست هم مثلا مانیفست حزب کمونیست بسیار زندگی رو معنادار میکنه. خب معنادار میکند لزوماً به معنی درست بودن این کتاب نیست. برای کتاب‌های ویداها هم برای هندوها زندگی رو معنادار میکنه. نکته من اینه که ما الان در یعنی وقتی میخوایم همچین ادعایی بکنیم که خداوندی هست، نه تنها هست بلکه با ما ارتباط میگیره و این ارتباط ها از طریق وحی است، یعنی رسما ما داریم میگیم این مثلا آیه چه میدونم اکرمون عند الله اتقاکم مثلا، حالا من درستم شاید نخوندم این انتهای آیه است، من حالا این دلیلش این نبوده که از ذهن حضرت محمد اتفاقات فیزیکی افتاده، یه سری مولکول و اتم حرکت کرد به هم خوردن این بیرون تراویده، دلیلش این نیست. دلیلش یعنی ببخشید علتش، علت واقعیش اینه که یک اتفاق فرامادی فراطبیعی افتاده در ذهن ایشون و قوانین فیزیک شکسته اند و این کلام بر زبان ایشون اومده. اگر ادعا هر چیزی کمتر از این باشد ما داریم وحی رو نفی میکنیم، یعنی داریم میگیم وحی و این حاصل یک تجربه شخصی از حضرت محمد در رسول اسلام بوده که این تجربه شخصی رو همه میتوانند داشته باشن، و اگر همه میتوانند داشته باشن دیگه اصلا به ساحت قدسی ارتباط پیدا نمیکنه، تبدیل میشه به تجربه شخصی. خیلی هم جالبه. حالا بین این دو مدل، و سخنم رو به اینجا تمام کنم، بین این دو مدل سوال من بیشتر اینه، دو مدل طبیعت گرایانه که مدل من نگاه میکنه به تاریخ، سیر اندیشه های تاریخ رو میبینه، میبینه از افلاطون شروع شده همینجوری اومده جلو تا رسیده به ادیان ابراهیمی، بعدم ادیان پس از اون تاثیر ادیان گنوسی و دوالیسم زرتشتی رو توش بررسی میکنه، و تاثیر مسیحیت چیزهای دیگه، اینطوری میبینه داستان رو، و بعد میگه آقا من در همچین جهانی که دارم میبینم، یه طبیعتگرا میگه من اصلا برام دقیقاً همین جهانی که درش زندگی میکنیم رو انتظار میکشم، اتفاقا انتظار میکشم که باورهای مذهبی با هم متفاوت باشن. یه طبیعتگرا میگه آقا چون این باورهای مذهبی حاصل باورهای گذشتگان هست در هر منطقه‌ای از جهان، باید با هم متفاوت باشن، چون تجربه مذهبی یک آفریقایی با یک خاورمیانه‌ای با یک اروپایی فرق میکنه. خب ولی بر اساس تئیزم اتفاقا ما برعکس باید جهانی رو انتظار بکشیم که این تجربه ها شبیه هم باشن، مگه اینکه بگیم تجربه معنوی تمام آدم های دیگر غلط بوده، اینها همه جهل و باطل بوده و فقط تجربه معنوی مثلا ادیان ابراهیمی است که درست است، خب اینم یه ادعایی است. یا اینکه ما در سایه طبیعت گرایی انتظار داریم که مثلا باورهای اخلاقی همه جای جهان یکی باشن، اگر اخلاقی باشه که ما از خدا میگیم، ولی این گونه نیست. اتفاقا در سایه طبیعت گرایی انتظار داریم متفاوت باشن، ولی در سایه تئیزم دوست داریم، یعنی انتظار داریم یکی باشن. حتی کتابهای دینی ما انتظارمون باید این باشه در سایه تئیزم که اینها همه شبیه هم باشن، چون یک خدا که بیشتر نیست، سخنانش نباید با هم فرق بکنه، نباید متناقض باشه، نباید جور دیگری باشه، ولی در سایه طبیعت گرایی اتفاقا انتظار داریم متفاوت باشه، چون میدانیم اینها حاصل تجربه انسان است، نه حاصل یک خداوندی که بیرون از جهان
جهان وایساده. من کل کلامم از این مثال ها بیشتر میتونم بزنم، ولی نکته من اینه که بین مدل طبیعت گرایانه که بسیار پارامترهای کمتری داره، مجهولات کمتری داره، در اون خدا نیست، روح نیست، کتاب آسمانی نیست، بهشت و جهنم نیست، عالم غیب نیست، وحی نیست، صفات خداوند، هیچ کدوم اینها نیست، خیلی ساده تره و داره تبیین میکنه جهانو بدون تناقض در این مدل طبیعت گرایانه. چرا مدل طبیعت گرایانه رو نمیپذیریم و سراغ مدل تئیز میریم که نه تنها مجهولاتش بیشتره، بلکه حتی اخلاقیاتی هم که از دلش در میاد سخت‌تره و ثانیاً تناقض درش زیاده و ثالثاً ما رو جورای هم قرار میده، دیوایسی و خطرناکه، ما رو نسبت به هم دشمن میکنه و اخلاقیاتش هم میتونه اخلاقیات خطرناکی باشه، چون ما میدونیم بدون ادیان ابراهیمی هم آدم‌ها میتوانن اخلاقی باشن. چرا مدل طبیعت گرایانه به نظر شما موجه‌تر نیست؟ ببخشید من سعی کردم خیلی تند بگم، ببخشید که طولانی شد. ممنون از شما آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. بله، خب جناب وریام مطالب خیلی متنوعی مطرح کردن و اصلا بحث رو بردن در مورد خدا، اثبات وجود خدا، اینکه خدایی در کار هست، که اینا همه خارج از موضوع این اتاق بود و ما فقط به یک موضوع مشخص و جزئی در حوزه اندیشه دینی قرار بود بپردازیم و پرداختیم. طبیعتا این حرفا، این مطالب، مطالبی است که البته قابل طرح، قابل بحث، خیلی متنوع ایشون از ارزم به حضور شما که آموزه ها و چیزهایی در کتاب مقدس که با واقعیات سازگار نیست، مثل اینکه عمر زمین 6000 ساله، تا عرضم به حضور شما که اینکه مثلا اخلاقیات، نسبت رابطه اخلاقیات و تعالیم وحی و اینها بحث کردن، که خیلی بحث دامنه داره و من نمیدونم واقعا چجوری میشه به همه اینا پرداخت. لذا اجازه بدید که فقط به برخی از این موارد که نقض آشکاری داره بنده اشاره بکنم و یک پاسخ کلی هم بدم خدمت ایشون. من تصورم اینه که نقدهایی که ایشون به اندیشه دینی و تفکر دینی وارد میکنن بر اساس یک تلقی بسیار ساده از مسئله خدا و ارتباط خدا با جهان، ارتباط طبیعت و ماورای طبیعته. چون مثلا اشاره میکنن که وقتی پیغمبر مثلا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا باید بر به اصطلاح یک تحولاتی به طور طبیعی در حوزه مثلا فرض کن ذهن پیغمبر رخ داده باشه، یا باید قوانین فیزیکی شکسته باشه و از بالا چیزی اومده باشه. خب به نظر من اصلا این تلقی از ارتباط بین ماده و معنا یک تلقی بسیار ساده است که حداقل این که تا اونجا که من میدانم و من مطالعه کردم، متفکران و فیلسوفان مسلمان به هیچ وجه چنین ارتباطی رو بین عالم ماده و عالم معنا معتقد نیستن که لازمه به اصطلاح نقش‌آفرینی عالم معنا نقض قوانین فیزیکی و روال طبیعی باشه. حتی در مورد وحی، حتی در مورد بعثت انبیا، این که شما میبینید مثلا فرض بکنید که قرآن در طول 23 سال و همپای دعوت نبوی در شرایط مختلف، در فراز و فرودهایی که دعوت نبوی باش مواجه بوده نازل میشه، و به گمان من اگر این شرایط و این تحولات رو نبینیم قرآن رو به درستی نمیتونیم درک بکنیم و معانیش رو بفهمیم، دقیقا بیانگر یک نوع تعامل کاملا به اصطلاح منطقی بین به اصطلاح عالم ماورا و ماده است. لذا میخوام عرض بکنم، حالا اینکه یه نکاتی مثل اینکه نمیدونم از حزقیال به بعده که مسئله تک خدایی مطرح میشه، اینا با واقعیات کتاب مقدس سازگار نیست. شما از همون سفر پیدایش عهد عتیق وقتی که شما نگاه میکنید، از همون ابتدای سفر پیدایش که خدا بود و هیچ نبود،
به خدای واحد توجه میکنه و تأکید میکنه. این خداباوری و توحید و تک خدایی در عهد عتیق از زمان حزقیال به بعد مطرح نمیشه. اتفاقا اگر شما باز به من میگفتید در انجیل ممکنه چنین برداشتایی بشه چون خدا به عنوان پدر یاد میشه، ممکن بود به اصطلاح این ابهام حداقل مطرح باشه، اما در مورد تورات یک به نظر میاد یک تعصب، یک تأکید خاصی بر به اصطلاح تک خدایی وجود داره از همون آغاز. البته قطعا من این رو با شما همراه هستم که نتایج ارزم بزرگ شما که نقد ادبی و نقد کتاب مقدس از قرن 18 به بعد نشون داده که بخش های مختلف کتاب مقدس ادبیات های متفاوتی داره و نوشته یک فرد نیست، در مراحل مختلف تاریخی شکل گرفته. من این رو کاملا این رو مطالعه زیاد گفته شد و درست هم هست، اما این یک بحثه. این که بگوییم اصلا سیر کتاب مقدس هم از چند خدایی به تک خدایی بوده، به نظر من این ادعایی است که حداقل ظاهر همین کتاب مقدس او رو تایید نمیکنه. حالا این 6000 سال زمان و اینها در مورد زمین و اینها، بله بالاخره ما هم بنده هم مدعی نیستم که تمام این کتاب مقدس وحی است و عرضم به حضور شما که هیچ مداخله‌ای در طول تاریخ صورت نگرفته. تاریخ یهود نشون میده که چنین تغییراتی در کتاب مقدس رخ داده. اینا در مورد عرضم به حضور شما که داستان‌ها و هدهد و سلیمان و اینها، اجازه بدید که این بحث‌ها بحث داستان قرآن، داستان‌های قرآن، بحث بسیار درازدامنی است و من توصیه می‌کنم به شما که کتاب الفن القصصی فی الاسلام از احمد خلف الله رو مطالعه بفرمایید که یک تحقیق بسیار عمیق و بسیار همه جانبه است در مورد داستان‌های قرآن و اونجا ما بحث‌های مفصلی داریم. الان دونه دونه ما نمیتونیم وارد این بحث بشیم. من عرض کردم در مورد داستان‌ها، من به داستان‌های تمثیلی در قرآن می‌گم، برخی داستان‌ها داستان‌های تمثیلی است و اساسا نقش قصه در کتاب مقدس که فقط هم مخصوص قرآن نیست، در تورات هم هست، در انجیل هم هست، اصلا جایگاه قصه در ادبیات دینی و در کتاب های مقدس خودش یک بحث مفصل و درازدامنی است. اجازه بدید واقعا هم نمیتونیم به این سادگی ها واردش بشیم. در مورد تاریخمندی آموزه های دینی، لزوماً باور به تاریخمندی به معنای غیر وحیانی بودن نیست، به همون دلیلی که عرض کردم. یعنی واقعا ما می توانیم به ارتباط و سازگاری بین ماده و معنا باور داشته باشیم. قطعا باید بپذیریم که وحی الهی اگر ظرف و زمینه مناسب اجتماعی و تاریخی فراهم نباشه، وحی مغایر با زمینها و واقعیات واقعا موجود اجتماعی نمیتونه اساسا تحقق پیدا بکنه. باورمند و خدا باوران چنین اعتقادی دارن. اینگونه نیست که باور داشته باشن اصلا علی رغم فقدان زمینه ها و بسترهای مناسب تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، یک وحی بیاد که هیچ نسبتی با اون واقعیت ها نداشته باشه. لذا به این معنا بنده تاریخمندی رو قطعا میپذیرم، اما این معناش این نیست. در واقع اینجا اون وقت میخوام عرض بکنم که معناش این نیست که حالا وحی آمده است، خداباوران معتقدن یک وحی به رغم واقعیات تاریخی آمده است. خب این ایرادی که شما میگیرید به مسئله مثلا فرض کنید بردهداری یا به مسئله زنان، دقیقا تو همین چارچوب قابل فهمه. اگر واقعا به اصطلاح در دوره‌ای که بردهداری یک نهاد اجتماعی بسیار قدرتمندی بوده است که اساساً مناسبات اجتماعی و زندگی انسان بر اساس اون اصلا شکل می گرفته، اگر وحی می آمد که آقا بردهداری موقوف، اینجا باید ما نقد می کردیم، اینجا باید به اصطلاح رد می کردیم، می گفتیم که این چه وحی است که هیچ نسبتی با زندگی انسان ها ندارد.
من بارها عرض کردم، تو صحبتام عرض کردم، پیامبران اسپارتاکوس نبودن. هیچ پیامبری نیومد از انقلاب بکنه. پیامبران متناسب با ظرف اجتماعی و تاریخی خودشان آمدند، مفاهیم متعالی رو در قالب ظرف اجتماعی خودشون مطرح کردند تا بتوانند با مخاطبان خودشون واقعا ارتباط برقرار بکنن. لذاست که شما اگر میخواهید ببینید که این وحی الهی چه نسبتی با مثلا فرض کنید بردهداری داره، باید ببینید که تعالیم و جهتگیری تعالیم و آموزه های وحی الهی در جهت هرچه کم رنگ تر کردن و به تدریج به اصطلاح محو کردن بردهداری بوده است یا نه در جهت تحکیم بردهداری. اینجا مشخص میشه که این وحی الهی است یا وحی الهی نیست، نه اینکه بگیم آقا مثلا بردهداری چرا وحی الهی 2000 سال پیش که اصلا انسان بردهداری براش امر طبیعی بوده و به جز اون نمیتونست زندگی بکنه، چرا نیومده مثلا فرض کن بردهداری رو لغو بکنه. پیامبران تعالیم، تلاش پیامبران و وحی الهی در جهت هرچه انسانی تر کردن و هرچه لطیف تر کردن مناسبات اجتماعی متناسب با ظرف تاریخی و زمانی اجتماعی خودش بوده. شما اگر از من بپرسید درباره بردهداری، من عرض میکنم شما به قرآن مراجعه بکنید، یک آیه پیدا نمیکنید در جهت گرفتن برده، اما ده‌ها آیه پیدا میکنید در جهت آزاد کردن برده. و من از این اینگونه میفهمم که تعالیم این دین در جهت به اصطلاح محو تدریجی بردهداری است. در واقع پیامبران آمدند، نیامدند یک دفعه جامعه را از یک مقطع تاریخی بکنن و پرتاب بکنن به یک مرحله تاریخی دیگری، از دوره بردهداری یک دفعه منتقل بکنن به دوره پسا سرمایه‌داری. پیامبران نقشی که داشتند در تاریخ تحولات اجتماعی تسهیل و تسهیل این سیر و این روند بوده است، نه اینکه بخوان به جای عقل بشری، به جای تجربه بشری تصمیم بگیرن. اگر این گونه ما نگاه بکنیم به تعالیم بعد، به نظر من اون تناقضاتی که شما میفرمایید اصلا پیش نمیاد. در مورد زنان هم به همین ترتیبه. من این گونه به قرآن و به وحی الهی نگاه میکنم که جهتگیری آموزه ها و احکام قرآن و سیره پیغمبر در جهت استیفای هرچه بیشتر حقوق زنان بوده است، یا در برعکس در جهت تثبیت وضعیت ظالمانه زنان، اون که امروز ما ظالمانه میفهمیم. بنده اینجوری میفهمم که جهتگیری حرکت به اصطلاح تعالیم قرآن در جهت هرچه انسانی تر کردن و استیفای حقوق زنان بوده است. عرض کردم حالا این بحثا بحثای مفصلی است، اجازه بدید عذر میخوام، همین حد من نمیخواستم وارد بشم چون میدونم بس کاملا ناقصه، هم فرمایشات شما ابتر و ناقص بود به سریع مجبور شدید بگید، هم این گزینش هایی که من از فرمایش شما کردم دونه دونه خواستم یه نکاتی رو عرض بکنم از انسجام لازم برخوردار نبود. این رو فکر میکنم توی یه فرصت و فراغت موسعتری ما باید دربارهش مفصل انشالله خدمتون صحبت کنیم. من چند تا ولی اگر که موقعیت دیگری باشد که باشه بذاریم بعدن. ممنون. انشاءالله حتما چون بحثی که شما فرمودید خودش نیازمند یک اتاق مجزاست و آقای آرمین هم محبت کردن دیگه. ما تو فضای کلاپوس عادت کردیم، ایشون هم یکم تعجب کردم وقتی گفتم که دو ساعت ابتدایی تازه بحثای مقدماتی مطرح شده. بسیار سپاسگزارم از طرف خودم، سرکار خانم عربسرخی و آقای صابر، از حضور جناب آقای دکتر محسن آرمین که اصلا اتاق از دعوت ایشون شروع شد و در ادامه توفیق داشتیم که در کنار دیگر عزیزان هم باشیم. از این جهت که ایشون فرمودن که دیگه میخوان تشریف ببرن، من هم خواستم به ذم خودم و دوستان تشکر رو به عمل بیارم از ایشون. آقای میری نکاتی رو فرمودن. سید جان اگه اجازه بدید، من چون جایی قول داده بودم وعده دادم، باید آقا سید یه دوتا آقا میری دوتا نکته بنده داشتم بشنوید بعد برید اگر امکانش هست.
زیاد طول نمیکشی، حالا یکی دو دقیقه. یا حالا حاج آقا اتاق ضبط میشه، من بعدا گوش میدم، مشکل نداره. نه حالا من میخواستم یه نکته، من اجازه چون دو سه تا نکته بود. اجازه بدید من میخوام حالا یه دقیقه زیاد طول نمیکشه آقا. آقای دکتر زاهدی میگم من چون جایی وعده کردم من حرفاتون رو میشنوم، هیچ مشکلی نداره، اینو الان ضبط میکنم، من حتما میشنوم، ممنونم هستم که یک لحظه صبر کنید آقا. یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه آقا. آقا من نکته شما رو هست، من نباشم شما صحبت نمی کنید، یعنی اگه نباشم. نه آقا من نکته شما رو میخوام عرض بکنم، اگر اجازه اندکی تعامل به خرج بدید حتما نکته شما رو با آقا من عرض خواهم کرد. آقا شما نکاتی رو که فرمودید، خیلی از دوستان پیام هایی داشتن که حتما و نکتهشون هم درسته، به شکل متوازنی با حضور حضرت عالی پاسخهایی داده بشه. به همین جهت علاوه بر محمد علی محمدی عزیز که رو استیج بودن، بنده با از آقای دکتر رضاییان و حاج آقای فاطمی هم دعوت کردم که متناظر مباحثی که شما فرمودید عزیزان هم نکات خودشون رو بفرمایند. اگر امکانش باشه یک وقتی رو اشکال نداره اسد امیر حرفاشونو بزن، مشکل نداره، من که مقابل حرف دوستان حرفی نزدم، من حرف خودم رو زدم، دوستان هم حرفاشونو بزنن، رفقا هم که دارن میشنون، اتاقم ضبط میشه، من بعدن که روم بعدی من جای وعده کردم بعدش منم رومتون رو گوش میدم. من که نگفتم حرف نزنن، حرف بزنن، میگم من نمیتونم باشم. من خواهشم از این جهت هستش که حتی الامکان تا جایی که امکانش هست در دقایق آتی شما تشریف داشته باشین، تا جایی که امکانش هست دیگه. من دارم تقاضا میکنم آقای سید امیرجان عزیز دل من، مگه من صحبت کردم به خاطر این دوتا بزرگوار صحبت کردم؟ من نظرمو گفتم. دوستانم بهشون وقت بدین، بیشتر از منم وقت بدید، نظراتشون رو بفرمایید. ملت هم که پایین دارن گوش میدن، عقلم دارن مردم دیگه گوش میدن. جوابمون هم بگیریم. یعنی یه عزیزم من که جواب آقا مهدی، من که نیومدم با شما بحثی کنم عزیزم. من الان همه دوستان صحبت کردم، مگه من جواب کسی رو دادم؟ اینجا اتاق آقای آرمین بود. از ایشون سوال میکردن، ایشون جواب میداد. منم نظرات شخصیمو گفتم، آقای آرمین هم نظر منو نقد کردن. هیچ مشکلی هم نداره. من که نیومدم جواب کسی رو بدم عزیز من. من اومدم حرف خودمو زدم، حرف شما رو میشنوم. دوستایی هم که پایینن حرف شما رو میشنون، حتما که نباید شما الان یه چیزی به من بگی من جواب شما رو بدم. چرا جواب بدم؟ من حرفای شما رو گوش میکنم، خیلی هم استفاده رسم میکنم. ادبی نیست که تو غیاب شما چیزی گفته بشه آقا مهدی. من بنده میگم یه دقیقه، من وعده کرده بودم که بیام جواب کردید. ببخشید من همین بحثی که الان کردید، من دو سه تا جمله بیشتر نمیخواستم بگم. آقای بزرگوار، آقا مهدی عزیز، مگه من وعده کرده بودم بیام جواب کسی رو بدم که الان برم بی ادبی بشه؟ نه من عرض بنده اینه که یه نکته شما فرمودید نظرتون رو، یه سوالی هم شما هزار شما الان به شما الان یه رو وقت بدن، شما نظراتتون رو بفرمایید. عرض بنده این بود که یه دقیقه شما بشنوید بعدش برید، حالا یه وقت دیگه با هم دیگه صحبت. عزیزم من الان یه دقیقه به شما وقت بدم، 10 دقیقه هم یکی دیگه میخواد صحبت کنه، 5 دقیقه هم یکی دیگه، این چه کاریه؟ مگه من وعده کردم بیام جواب شما رو بدم؟ عزیزم من یه حرفی رو زدم، حرف شما مطالبتون رو خلاف قرآن میکنی آیا آقا میری؟ هیچ اشکال نداره، من از این ادعاها زیاد دارم حاج آقا. شما هم جلسه هفتگی داریم، تشریف بیارین، اشکال نداره تشریف بیارین، ادعای خالی که نمیتونی بکنی که. تشریف بیارین، سوالی از من دارید از من بپرسید، اینجا روم من نیست. احتمالاً بعدش باید بذاریم بریم بعد خودمون رو بقیه صحبت کنیم دیگه. حالا شما نگران دین مردم نشید، تو این روما به پیامبر فحش ناموس میدن، شما هم نیستی بری جواب بدی. مدافع شمای دیگران داشتی دفاع میگه، نکتهش همین بود. من دفاع نکردم، من گفتم تشریف بین ببین آیا آقا میری بین صف و نوی و تشکیل خیلی فرقه. عجب گرفتار بین صب و نوی و آقا من عذرخواهی میکنم از شما و تشکیل خیلی تفاوت نظر وجود داره. یه جوری شما ببین آقا میری کامل یه جوری یه لحظه اجازه بفرما شما یه جوری بالا به خدا من صدا میمیرید آقای دکتر زاره صدای بنده رو میشنوید آقای لزاوسید من یه جمله عرض کنم اگر خواهش من تمام مطالب منو نقل کنید دوستانم میشنون منم بعدن باگی داره صدا نمیدونم
عرض بنده این آیه آقا میری آقای دکتر زاره، آقای زاره مدیریتور اصلی روم داره میگه اجازه ندارید، چرا اینو نمیتونین درک بکنید؟ این وقتی خواهش شما میکنم. کردید الان یک نفر از عزیزان در حضور آقا میری پاسخ شبهه‌ای که داره به زعم ایشون مطرح میشه رو الان داده بودن، ایشون هم تشریف داشتن. این زمانی که دارید هزینه میکنید، حرف بنده همین بود یا سید؟ من یک لحظه اگر اختیار اتاق، اختیار مدیریت اتاق رو به احترام سرکار خانم عرب سرخی واگذار شده به حقیر تو این لحظه، خواهشن شما هم یک لحظه احترام بگذارید. 2300 نفر نشستن. من یه تقاضایی از آقای آقامیری فقط کردم، اصرار داره که اون مطلب رو بفرمایید. آقای رضاییان هست، آقای محمدی هم هست. من یه نکته بگم امیر جان، ببینید ما که زمانی که آقامیری تشریف دارن سریعتر به صحبت دوستان برسیم. آسه دمیر من وای میستم ایشون بگین صحبت کنن، هر کی میخواد نقد کنه نقد کنه، من وای میستم گوش میکنم. به اونی الان گفتم بعدم میام، مشکل نداره. من یه نکته بگم قبل اینکه آقای ظاهری صحبت کنه. همه اول آقای محمدی و تابر چشم همه عزیزن، همه نور چشمن، همه رو ما خودمون دعوت کردیم، ممنونم از سه صدری که داشتن و منت سر ما گذاشتن. ولی ببینید حالا ما اینجا به نوعی نمیتونیم اجبار بکنیم که کسی رو بمونه. یعنی حالا آقای آقامیری دیگه گفتن که معذور هستن و اینکه باز هم صحبتهای شما شنونده داره آقای دکتر زاره ای عزیز و بزرگوار، هیچ اشکالی نداره. حالا یه اختلاف نظراتی هستش، حالا به نظر من که زیادم این که بخوایم اصرار داشته باشیم روی موضوع زیاد کار جالبی نیست. ولی با این حال الان هر کی نوبتش هست دمیر جان شما بگید که صحبتشون رو بکنن، ولی دوست نداریم بحث به سمت تنش و جدل بره. ممنون میشم، سپاسگزارم. ببخشید من دیگه تمام تلاشمو کردم که در آرامش یه مسئله اتفاق بیفته. آقای دکتر در واقع نکته‌ای دارید شما، چون آج آقا مضیقه زمانی دارم من میگم که سریعتر به اون نقطه مقابل. نه سلامت باشید، من چون برگشتم یک ساعتی نبودم، پاری از پرسش ها مانده بود، از سخنان جناب دکتر آرمین و دیگران هم استفاده کردم. الان گفتم اگر میخواد از این بحث درگذرید، منم چون اوقات محدودی دارم، ناظر بانچه که وریا جان گفتند ملاحظه تو دارم، اگر قرار از این بحث که آقا میری میخوان وارد نشن تا جایی که من فهمیدم یا مجالی ندارن، میتونیم به اون بپردازیم که فضا هم اون سمت نره. من البته سخنان ابتدایی آقا میری عزیز رو بودم، ایشون هم اون موقع بودن، بعد خب حدود یک ساعتی در اتاق نبودم، نمیدانم بحثای بعدی چه بوده، اما گفتم اگر میخواید از این درگذری میتونیم به اون بحث بپردازیم. چشم، انشاءالله که بحثی که الان مد نظر هست انجام بشه، به اون بحثی که شما هم مد نظرتون هست خواهیم رسید. آقای محمدی بگند، بعد آقای دکتر زاره، بعدم آقای دکتر رضاییان. فقط تو مضیقه زمانی دیگه خودتون رعایت بکنید دیگه عزیزم. چشم، من واقعیتش از اول اتاق بودم خدمت همه دوستان، همه دوستان یه رفت و برگشتی داشتن، منتها من از اول داخل اتاق بودم. فکر نمی کنم بیشتر از 2 دقیقه من صحبت کرده باشم و این یک درسی هستش برای گوش دادن و تحمل کردن. عرضم به خدمتون که من قصد داشتم امشب با آقای دکتر آرمین طرح بحث ایشون رو اصلا نپسندیدم، استدلالات ایشون رو تو معرفت شناسی حتی اصلا نپسندیدم و قصد داشتم اون صورت برهانی که آماده کردم به صورت استدلالی که شامل 6-7 استدلال بود برای اینکه خداوند باید یک نبی رو یا یک دین رو از طریق یک نبی، یک پیامبر به سوی زمین نازل کند رو میخواستم در قالب یک برهان اثبات کنم، منتها مجال نشد. متاسفانه دوستان صحبت‌های فوق‌العاده حاشیه‌ای و بیشتر صحبت‌های مردم شناسانه و جامعه شناختی و صحبت‌های ثقیلی می‌کنن اینجا. ببینید دوستان 2300 نفر داخل این روم هستن، اینجا جمع شدیم در مقابل افرادی که با ساده ترین لحن، با ساده ترین ادبیات و با زشت ترین روش ها و با طنازی فوق العاده زیادی میتونن 25000 نفر رو در عرض 4-5 ساعت جمع بکنن و انواع صحبت های غیر علمی رو بزنن. مجال رسیده به این مسئله. خب جناب آقای
آج حسن آقای آقامیری که بنده خدمتشون ارادت دارم، خب طبیعتاً خب بنده هم من نقد دارم خدمتشون از اینکه جبرئیل، حالا حقیقت که نباید لزوماً ملموس باشه که تا حقیقت باشه، ما وجود جبرئیل رو میتونیم ثابت کنیم طبق شواهد دینی خودمون، طبق روایات خودمون، مابعضای خارجی دارن، لزوماً نباید دست پیدا کنیم به نظریه اسطوره‌ای. ولی خب الان این چه لزومی داره که این بیان بشه؟ یا بیت المعمور یا خود غار حرا، خب اینها همه شواهد تاریخی براش وجود داره اگر بحث درون دینی بکنیم. لزوماً اگر برهانی نمیتونیم اقامه بکنیم، من خواهش میکنم بگذارید این بحثای درون دینی رو یک جایی با هم حلش بکنیم و بعداً برسیم به این مسائل. اگر بخوایم قبول کنیم نظریه اسطوره‌ای یا تمثیلی یا زبان نمادین داستان‌های قرآن رو، خب واقعیتش اینه که باید این رو تعمیم بدیم به کل داستان‌ها، چون ما شواهدی نداریم که فقط بعضی از داستان‌ها نمادین یا تمثیلی هستن و اصلا کاری نداریم به این مسائل. سوال بالا مشخصه. من تو 30 ثانیه نکته دیگه عرض کنم، ای کاش ما بحث توحید رو از منظر شیعیان و اثبات خداوند رو امشب پیش‌فرض می‌گرفتیم و بعد می‌رفتیم دو تا صفت حکیم و عادل بودن خداوند رو پیش‌فرض می‌گرفتیم. حکیم کسی است که فعلش دارای هدف است، دارای غرض است. اینها رو پیش‌فرض می‌گرفتیم و بعد وارد می‌شدیم به بحث نبوت عامه یا بحث نبوت کلی. منظور چیه؟ اینکه چرا باید خداوند پیامبر بر روی زمین بفرستد؟ چرا؟ اگر نفرستد نقض غرض کرده است. اگر نفرستد خداوند حکیم نیست. اگر نفرستد خداوند عادل نیست. اون قاعده لطفی که ما اونجا بیان میکنیم این وسط گم میشه. این رو ما اول تو نبوت عامه که تعبیر کردم به این سوال، نبوت عامه داره میگه که چرا خداوند باید پیامبری بفرستد، حالا هر کسی مهم نیست، چرا باید بفرستد. من دوست داشتم که اول این رو یک پرداختی داشته باشیم، اون صورت برهانی و استدلالی که ما تو 6 تا استدلال آماده کردیم اینو بیان بکنیم و بعد بریم سراغ نبوت خاصه. این که این سوال که چرا حضرت محمد پیامبر خداست، دو تا برهان میتونیم محمد علی به نقد آقای آقامیری هم میرسی؟ من اینجا استیج رو صلاحیت این نمیدونم که آقای آقامیری رو نقد بکنم، چون تاپیک یک چیز دیگه است. آقای آقامیر اگر بخوام نقد بکنم در فضای دوستانه توی بک چنل یا جای دیگه می‌نویسم. مطرح می‌شد از این جهت، من از این جهت از حاج آقا خواهش کردم که بمونن. از این جهت بود که نقطه مقابلش هم به شکل متوازنی مطرح بشه. از این جهت هم من حتما من در حد آقای آقامیر نیستم. حتما آقای رضاییان، حتما دوستان عزیز دیگه میتونن این نقد رو ارائه کنن. من نقدامو با آقای آقامیر کامل نوشتم، میتونم همین الانم شروع کنم نقدا رو بگم، منتها باید یک شأنیتی من داشته باشم مقابل آقای آقامیر، چه به لحاظ سنی چه به لحاظ علمی. من این شأنیت رو متاسفانه فاقدش هستم. من نکتمو عوض بکنم. محمد جان داداش بی خیال، انقدر شأنیت نمیخواد، شما الان میتونی همه حرفاتو بزنی، چشکالی هم نداره. خب ولی اگرم خواستی یه جا میشینیم دوتایی با هم دیگه صحبت میکنیم. الان که دیگه لبنان نیست، ایرانی دیگه، درسته؟ بله آقا، بله بله. خب حالا ایشالله وقتی خواستی حضوری هم میشینیم صحبت میکنیم، ولی اگه مطلبی لازم میدونی بگی بگو، چون دوستان خیلی مشتاقن که شما نقد کنی. حتما نقد کنی، من خیلی هم خوشحال میشم. حتما نقد میکنم جناب آقای آقامیر. نقدایی که من خدمتتون میخوام عرض بکنم این که شما جبرئیل رو به عنوان یک اسطوره فرض کردید که مابعضای خارجی در دنیای خارج نداره کاملا غلطه. بر اساس شواهد دینی که ما داریم، بر اساس روایات صحیح و متواتری داریم در این زمینه که تایید میکنن که جبرئیل مابعضای خارجی دارد و اسطوره‌ای نیست. جبرئیل یک اون گزاره‌ای که در قرآن بیان شده که جبرئیل بر حضرت مثلا نازل شده است، یا این حرفایی که ما میزنیم اینا تمثیلات نیست. اگر داستان آدم و حوا رو ما میخوایم تمثیل بدونیم، خب اینها هیچ کدوم تمثیل نیستن، درسته؟ اگر بخوایم اینها رو تعمیم بدیم باید دلیل بیاریم، باید حجت بیاریم، باید استدلال عقلی بیاریم، باید استدلال دینی بیاریم، بحث درون دینی بکنیم، حدیث بیاریم. من دارم درس پس میدم خدمت شما و اون بحث غار حرا که فرمودید، غار حرا وجود دارد آقای آقامیر. من اونطوری که شنیدم بیت المعمور وجود دارد، محل نازل شدن جبرئیل وجود دارد، اینها مابعضای خارجی دارد، وجود خارجی دارد. ف...
فقط یک امری نبوده که وجود ذهنی داشته باشد. در ذهن ما که یک اسطوره مثل سیمرغ درست کنیم بگیم خب غار حرا هم اینجوری است و بخوایم اینجوری. من اجازه بدید در یک فرصت و مجال دیگه بپردازیم. الان ضرورت طرح یک بحث دیگر است. این بحث دیگر چیست؟ این که خداوند بر اساس قرائت شیعیان باید ثابت شود. دوم، دو صفت حکیم و عادل رو باید ثابت کنیم و بعد بریم سراغ این سوال که چرا خداوند باید پیغمبر یا دینی رو به پیغمبری نازل کند و این پیغمبر مأمور شود که اینها رو ابلاغ کنه به بندگانش. با یک زبان فوق‌العاده ساده اینها رو آماده کردیم و در جلسه بعد انشالله اگر مجال باشه ما باید بیایم در موردش صحبت کنیم که چرا حضرت محمد پیغمبر خداست. میتونیم از براهین مختلف اثبات کنیم. یه برهان برون دینی فلسفی داره، یه برهانی داره که از در مورد محصول وحی هستش که همون بحث اعجاز و تحدی رو میایم بررسی میکنیم که بحث بسیار مفصلی هستش. مخاطب عزیز باید اینجا حوصله کند، باید وقت بگذاره. این مسائلی که گفته میشه خب یه مقداری پیچیدگی داره، با زبان ساده باید بیان بشه، این استدلالا پشت هم صورت بندی بشه، مخاطب عزیز در ذهن خودش یادداشت بکنه و بعد اینها ارائه بشه. متاسفانه من آخرین جمله، متاسفانه اینقدر صحبت‌های حاشیه‌ای، اینقدر صحبت‌های بی‌موردی انجام شد که ما اصلا نرسیدیم برای اینکه برای مخاطب عزیز استدلال و برهانی اقامه کنیم. ان شاءالله امیدوارم در دفعات بعدی این اتفاق بیفته. منم در خدمت شما هستم. ممنونم، سپاسگزارم. آقای دکتر زاره شما بفرمایید. ببخشید آقا سید امیر. آقا محمد من شمارم و بسط توی بکستش فرستادم. خب حاج آقا دارم، حاج آقا دارم، ممنونم. خب این چی دیگه، پس پیام تماس بگیر با هم صحبت کنیم، دست درد نکنه. ممنون. ممنونم حاج آقا از تعامل و تعاملی که داشتی تا الان. آقای دکتر زاره بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. عرض کنم بنده یکی دو تا نکته نسبت صحبت‌های آقای آمیری در واقع تو ذهن هم میاد و یه نکته هم در مورد تاپیک، حالا چون کمتر استفاده شد و صحبت شد، یه نکته در مورد تاپیک به ذهن بنده میاد می‌خواستم عنوان کنم. آقای دکتر آقا اگر خواهشن نکته نسبت به صحبت‌های آقای آمیری دارید بفرمایید، چون ایشون مضیق زمانی داشتن من از این جهت دارم تشریح میدم. بعد آقای رضایی‌ام در این باب بفرمایید، باز در خدمتتون هستیم دیگه. سید امیر من که دیگه رو کنسل کردم، بذار کامل صحبت کنن استفاده کنن. اگه کنسل کردی که هیچی، من به جهت آره بابا دیگه وایسم دیگه الان بعد میگن که فرار کرد نمیدونم چی شد، وایسیم ببینیم. نه آقا من مخلص دکترام بمونی بعد کله پاچه بدی یا صبونه داداش. کله پاچه فراهانی قم در خدمت. اینم گفتیم که یه مزایی شده باشه یکم خشکی بحث با بشه. خب آقای دکتر رضایان در خدمت. دفعه قبلی با من شوخی کردید، یه میلیون تومن پول کله پاچه دادم، اون شوخی شوخی بود. نمیشه در خدمتی. عرض کنم خدمت شما آیا آقا میری، بنده که با حالا اندیشه شما آشنا، یعنی همون مسیح اون معلی هم که گفتید بالاخره آنلاین میذارید و بعدم فیلماش هست بنده میشنوم، یعنی اینطور نیست که نشنیده باشم و این صحبت ها، ولی خب دوستا نکته بنده به ذهنم میاد حالا ناظر به این صحبتهایی که شما عنوان کردید. یکی این که جای عرض کنم شهید و قاتل رو عوض نکنید داخل حالا این داستانی که این روزا داره اتفاق میفته. به قول حضرت عالی طرف داره فحش ناموسی میده مثلا به مقدسات مثلا اسلامی بنده و حضرت عالی و بقیه مسلمانای جهان. این سب و نبی خیلی داستانش فرق میکنه با کسی که مثل جناب وریا بنده چند بار قبلا باش بحث کردم، حضرت عالی هم بودید و خیلی از کسای دیگه هم نشستن بحث کردن و صحبت میکنه در مورد شکها و سوالات و پرسش هایی که اتفاقا دغدغه حضرات معصومین بوده و منش اسلام هم همین بوده. رفقای ما تو روسیه هستن، میگه هر روسی که میخواد مسلمون بشه قطعا شیعه میشه، چون تنها فرقه ای که تو بین تمام در واقع اون شعبه های اسلامی اهل تأمل تفکر و تدقیق فقط شیعه است. اینکه ما علم آموزی و سوال و جلسات پرسش و پاسخ و ما به گونه عبادت حق متعال تلقی میکنیم، اینقدر تو قرآن داریم که چون افلا تعقلون و چیزهای متفاوت. لذا اینکه ما با شکاکیت و امثال اینا مشکل نداریم. این دغدغه‌ای که این روزا من می‌بینم دوستان تو این حالا تایملاینی که داخل
کلاپوس از همه به جورای متفاوت در مورد یه پدیده، یه فرد بیمار، یه فردی که از عقلانیت و اون حالت طبیعی برخوردار نیست دارن صحبت میکنن و دائم داره فحشای ناموسی و امثال اینا به توهین به مقدسات میکنه، در واقع دارن اون ابراز غیرت دینی خودشونو، غیرت انسانی خودشونو عیان میکنن. شما نباید با شکاکیت و این داستانها یکی کنید. قطعا سب و نبی محکومه، قطعا توهین به مقدسات هم از نگاه انسانی، هم از نگاه اخلاقی و هم از نگاه دینی محکومه. احدی در عالم نیست که بیاد نسبت به توهین به مقدسات و در واقع جایز بشماره. و برای بنده خودم جالب بود یه چند دقیقه‌ای که تو این روم این فرد بیمار رفتم و دیدم ایشون میگه من نسبت به دختر خودم متعصبم، کسی نسبت به دختر من نمیتونه توهین کنه. ببین خود این فردی که هیچ حریم و حرمتی نداره یه حد و مرزی برای خودش قائله. لذا ما نمیتونیم داستان توهین و سب و نبی رو با این داستانی که فردی مثل جناب وریا میاد میشینه شکاک صحبت میکنه، استدلال میکنه و بوده از ابتدای کلاب هاوس هم که بود، در واقع ما گهگداری با هم دیگه صحبت میکنیم، این دوتا رو ما نمیتونیم یکی به انگاریم و این تلقی اشتباهیه. اینکه خود نبی اکرم نمیدونم شکنبه شطور میریختن روش بعد چیزی نمیگفت، این بزرگواری و لطف و مرحمت حضرت بود. اما ببینید وقتی که تو قرآن آیه قرآن نازل شد دیگه، وقتی میرفتن دائم خونه حضرت آیه اومد که آقای چه وضعشه، حالا این حضرت کریم رحیم بزرگواره و از متانت کامل برخوردار، خب ادب شما کجا رفت؟ بعد اومد آیه نازل شد یه حد و مرزی قرار گذاشت. اگر ما سب و نبی رو در فتاوی فقها اومدن یه در واقع جرم انگاری کردن، نه اینکه از نگاه در واقع نبی اکرم گفته هر کس به من فحش داد در واقع اینو اعدامش کنید، اون در واقع نگاهیه که احترامیه که حق متعال نسبت به این خاندان گذاشته، نسبت به مقدسات گذاشته. اینا رو که ما نمیتونیم در واقع یکی پنداریم و بعد نتیجه های همینطور مغلطه آمیز از این مباحث در بیاریم. اون تقدسی که در واقع نسبت به نبی اکرم و سایر مقدسات گذاشته از جانب حق متعال عنوان شده. اینکه قرآن لا یمس و الا المطهرون، بالاخره این قرآن یه کاغذه، اما خود خداوند گفته که آقا اینو بدون مثلا وضو دست نزنید بهش. حالا ما بگیم که نه، مثلا چون حضرت در واقع هر جوری هست در واقع شکنبه میریخ روش، ما هم میتونیم هر حرمت شکنی انجام بدیم و ایرادی نداره. این دوتا رو نباید با هم دیگه در واقع قاطی کرد. یه نکته دیگه هم بنده به ذهنم اومد در مورد غار حرا و این داستان حضرت جبرائیل و امثال اینا، فرمودید که کجا بود انصاف تو بازاره و این داستانها. صحبت شما دقیقا خلاف قرآنه جناب آمیری. ببینید ما آشنا هستیم، آقا آیه قرآن رو راجع به غار حرا بخونید آقای دکتر، آیه شو بخونید، آیه شو بخونید، اشکال نداره، نگفتم یادتون نره، آیه غار حرا رو بخونید من بشنوم. یه لحظه اجازه بفرمایید. شما فرمودید که عرض کنم انصاف تو بازاره، کی گفته مثلا باید بری مثلا داخل اعتکاف؟ آقای دکتر زاره صدا بنده رو دارین یه لحظه عذرخواهی من تمام کنم. آقای سید امیر نه نمیخوام قطع کنم صحبتتون. جناب آقای پیمان عارف اگر امکانش هست تصویر پروفایلتون رو تغییر بدید ممنون میشم. آقای عارف، جناب آقای پیمان عارف. بله داشتم عوض میکردم فقط لحظت مثلا ببینن که این شخص بله در شهن شما میسانی که داخل این اتاق هستن نیست. برحال بفرم آقای زاره، جنبندی هم کنید ممنون. عرض کنم جناب آمیری، ببینید شما اینو اشاره کردید که آقا انصاف تو بازار، پیامبر تو بازار بود، کی گفت مثلا اینشون تو غار حرا مثلا عنوان میشد بهش وحی میشد؟ چه نیازی مثلا به گوشه نشینی و این داستان هاست؟ ببینید و واعد ناموسا سلاسین لیله و اتممناها به اش، جز آیه قرآنه. خدا خودش دستور میده به حضرت موسی 40 روز، اول فرمود 30 روز، بعد 10 روز دیگه اضافه کردی 40 روز بیا اینجا با ما باش که تو اون 10 روز آخرش اون داستان تور و امثال اینا براش اتفاق میفته.
میتونه با اون حقیقت آیه ارتباط برقرار کنه. با بنی اسرائیل بوده، خدا خیرت بده دیگه. آیه رو که آقا فرق نمیکنه. ببین قرآن تنها نبوده که با بزرگان بنی اسرائیل بوده. نه نه نه، اون و اتممناها به اش، اون ده روزش هم با همون علمای بنی اسرائیل بوده، با پیر مرداش بوده. ببینید آیا آقا میری، اون چیزی که داخل چیز هست، داخل آیه و وعدنا موسی، ما دعوتش کردیم حضرت موسی رو، نمیگه بقیه قوم و گذاشت کنار و خودش رفت یه جای دیگه. یا اون داستان مثلا حضرت ابراهیم و خیلی از جا اعتکاف، حضرت زکریا داره، حضرت مریم داره و امثال اینها. ما نمیتونیم بگیم که اون فقط مخصوص حضرت زکریا بود، اون حضرت مریم بود، نمیدونم این. ببین اعتکاف، گوشه نشینی، چله نشینی همیشه بوده داخل فرهنگ، نه فقط اسلام، قبل از اسلام هم بوده. شما نمیتونید بگید که عرض کنم پس مهم اینه که کف خیابون باشید. این که حضرت داره که آقا اینقدر ما هم داخل قرآن داریم، یا ایها المدثر و امثال اینا، یا ایها المزمل، که آقا یه گوشه نشینی، شب بلند شو خودت، من خدا و خودت فقط خلوت کن، بار و توشت و بردار برای اجتماع. چون ما نمیتونیم حجم انبوهی از این روایات متفاوت که در مورد خلوت در شب، خلوت در یه گوشه، چله نشینی هایی که عرفا داشتن، علمای بزرگ ما داشتن، اعتکاف هایی که داشتن، و من جمله خود این آیه قرآن و وعدنا موسی 30 لیلا، به موسی گفتیم خودت بیا 30 روز با هم باشید. ببینید اینا رو نمیشه که اینقدر راحت از کنارشون گذشت بعد یه چیزی بیرون بدی دیگه. خب بار هرا کجا بود اصلا؟ چه نیازی به گوشه نشینی؟ کف میدون انصاف ایجاد میشه؟ به این نگاه کاریکاتوری به دین که یه جایشو فقط ببینی و صد جایشو کنار بذاری، این نگاه خطرناکه. همه دین رو باید با هم دید. نمیشه بگی یه قسمتش رو فقط به یه قسمتش ایمان میارم، به بقیهش ایمان نمیارم. این حرف حرف منطقی و عاقلانه ای نیست. یه مصداقش رو بنده عرض کردم تو این مورد، و مصداقهای دیگه هم بود که حالا به سبب در واقع کمبود وقت من دیگه ورود پیدا نمی کنم. داستان حضرت بقیهش هم بگید دیگه، حالا شما که گفتیم بگید. عرض کنم خدمتتون داستان حضرت جبرائیل که فرمودید. ببینید مادی درسته، ما مواردی هست تو روایات داریم که آقا حضرت جبرائیل گاهی مثلا به اون فرد، حالا اون انسانی که خوش سیما بود، مثلا به این شکل یک بار اومد، یا مثلا فلان کس دیدش مثلا به شکل یه پرنده شبیه سیمرغ و امثال اینا بود. اما اون مادی که ما داریم، همونطور که تو بحث معادن داریم، نه فقط همین مادیه که مادی جسمیه، ما جسمانی هم داریم. یعنی فرد ممکنه میبینه اونو، یعنی حضرت مثلا با حضرت رفتن بیرون، گفت که آقا این سنگ ها داره تسبیح میکنه، صدا اومد از سنگ ها که داشتن مثلا لا اله الا الله یا سبحان الله و امثال اینا میگفتن. خب این نه که اینکه سنگ مادی همین زبون در آورد، حالت جسمانی و مثالی و اون چیزی که فراتر از ماده است در واقع عنوان کردن. حضرت جسم در واقع روح اون افرادی که اونجا بودن و یه خورده ارتقا داد، حجابای برداشته شد و وارد معنا و حقیقت اون سنگ شدن. داستان جبرئیل هم همینه. یه دو سه تا نکته بنده آقای دکتر به جان خودم من نمیفهمم چی میگید، یعنی سوادم نمیکشه خدا شاهده، دروغ هم نمیگم. آقا کله پاچه‌ش هم ما حساب میکنیم با هم دیگه، همون فراهانی. آره داداش یه کله پاچه میخواد این بحثه، همینجوری نمیشه. آره بیا اونو بیا فراهانی سر خیابون هر دومونم هست اتفاقا. ممنونم آقای دکتر، زنده باشی. من فقط یه نکته در مورد این بس تاپیک فقط میخواستم عرض کنم. اگر دو پارتس کنیم که کلان دیگه شنونده خسته نشه، یک تعویض. آره یه نکته من کوتاه فقط عرض کنم در مورد حالا این بحث آیا می ازتون خواهش کنم بخش بعدی بفرمایید، حالا شما اصرار دارید. موردی نیست سلام. خدایی به فرهنگ پیامبر یه تعریف هم یه گوشه حرفا ما می‌کردید، یا همش هم نمی‌بردید زیر سوال. نه من دوست دارم آجای آمیری، ما همسایه‌ایم. من دوست دارم. حالا شما گذاشتی رفتی محلو، ولی خب ما هنوز همسایه‌ایم و شما رو همسایه می‌بینیم. قربون شما برم، همسایه‌ایم آجا، ما در خدمت. کله پاچه همسایه‌ام خلاصه به راه، هر وقت بگی ما در خدمت.
آجا آقا قرار دعوا رو بذارید دیگه تو همین اتاق تو تموم نشده زمان کمه 50 دقیقه فرصت داریم که قرار دعوا رو بذارید یه من خواستم اگر اجازه بدید در باب آنچه که جناب آرمین گفتن یه مقدار به موضوع برگردیم. جناب دکتر سروش البته رفتن. اگر این نکات رو آی امیری من اگر لازم باشه بک چنل اصرار به این موضوع رو برای حضرت عالی حتما توضیح خواهم داد، اما اگر اجازه بدید این روند رو ما به پایان برسونیم و ادامه شو. حضرت امیر من یه چیزی هم بگم، چون آقای دکتر راجب یه شخص یه قضاوتی کردن، حالا اون شخص هر کی میخواد باشه، من فکر کنم قشنگ نیست که مثلا به یکی بگیم آقا فلانی بیماره نمیدونم چیه، معاینه نکردین طرفو که. یه مقدار این قضاوته به نظرم خوب نیست، حرفای طرفو نقد کنیم، این که بگیم طرف یه بیماری هست منم رفتم تو، این خیلی برای شأنمون خوب نیست، شأن گروه شأن این اتاق جذاب نیست. درسته آج آقا من بگم، آج آقا ما اصلا برای کسی اتاق نزدیم آج آقا، که آج آقا ما این اتاقو زدیم که یه مقداری خودمون آگاهیمون بیشتر بشه نسبت به دینی که داریم، نسبت به خدایی که میپرستیم. حالا تو این فضا اومدیم از افراد آگاه صاحب علم استفاده داریم میکنیم. شنونده عزیزی هم که دوست داره و حالا اتاق که تا اینجا مورد استقبال قرار گرفته، 15000 نفر، حدود 15000 نفر نزدیک به 6 ساعت تو این اتاقن، 50 دقیقه زمان داریم. حالا این اختلاف نظرهایی که هستش اینا شیرینی بحثه و آقای امیری هم که وریاجان امیری هم که اینجاست، ما چون تو اتاقای دیگه هم حالا خدمتشون بودیم، من فکر کنم که الان دومین جلسه است که خدمتشون هستیم، ایشون در کمال ادب و احترام و واقعا در نهایت آداب گفتگو سعی میکنن که بحثی رو داشته باشن، وگرنه ما اصلا حاج آقا به هیچ عنوان برای پرداختن به هیچ شخصی این اتاق رو نزدیم. فقط یک وظیفه غیرت دینی بود که حاج آقا اینجا ما یک سوالاتی مطرح میشد که خودمون رو در اون جایگاه نمیدیدیم که بخوایم پاسخ خوب باشیم. سعی کردیم که از همه افرادی که حالا دستمون میرسه و لطف دارن به ما، مثل شما، مثل حاج آقا رضاییان بزرگوار، مثل همه عزیزان، آقای دکتر زارعی که زحمت کشیدین و تشریف آوردید و آقای آرمین بزرگوار که ساعت‌ها اومدن، سعی کردیم که نهایت بهره و استفاده رو ببریم. خیلی بزرگوارید که زحمت کشیدید و تا اینجا هم بودید. من اگر امکانش باشه سید امیر، من شرمنده هم شدم، ببخشید، میدونم مدیریت این اتاق سخت، حق بدید، ولی جناب دکتر رضاییان رو حتما بشنویم. بله بله حتما. آره من معذرت میخوام. بله سپاسگزارم. بله چون منم خیلی پیغام داشتم که عذرخواهی میکنم، منم خیلی پیغام داشتم که از حضور آقای دکتر رضاییان هم استفاده کنیم. ممنونم. به همین جهت بود که ما هم دیگه خواستیم که سریعتر به ایشون برسیم. محمد علی یه نکته 20 ثانیه‌ای داره، حالا من تایمر رو میگیرم. محمد علی نکته 20 ثانیه‌ای تو بگو که آقای رضاییان سریع بشه. خیلی معذرت میخوام، ببخشید استاد رضاییان عزیزم، در مورد سب و نبی یه نکته مورد غفلت قرار گرفته شده. متاسفانه ما تو اون روایاتی که خود آقای آقا میرم فرمودن که به پیغمبر اهانت و جسارت میکردن و حضرت میگذشت و حتی به اونها کمک میکرد و از اونها دلجویی هم میکرد، بعد از اون اهانت ها به شخص حقیقی پیغمبر توهین و جسارت شده بود در اون روایات. اما بحثی که ما به لحاظ فقهی در سب النبی مطرح میکنیم این هستش که در اینجا به شخص حقوقی پیغمبر، یعنی به عنوان پیامبر اسلام توهین شده است. حالا چه میخوایم موافق باشیم چه میخوایم مخالف باشیم نسبت به حدش، فقط این نکته رو یادمون باشه که بحث سب النبی قطعا مجازات دارد، قطعا بالاخره یک امر قبیح هستش، منتها به شخص حقوقی جان. از شما بعیده، این که نظر قطعی همه فقها نیست انقدر میگی قطعا قطعا. شما اهل مطالعه ای، میدونی خیلی از علما قبول ندارن اینجوری قطعی که صحبت میکنی، انگار نظر همه فقهای شیعه است. معلومه که همه فقها نظرشون نیم نیست. من اجماعشو به شما ثابت میکنم حتما اینجوری که حالا اونو با هم ان با هم صحبت، ولی این قطعی گفتنتون ممکنه که بعدن چون بحث علمی هم است باید اطلاعات درست بدیم به مردم. شما یه جوری میگی قطعی، انگار تمام علمای شیعه نشستن گفتن سب النبی حکمش اعدامه. نه با اینکه مخالفای جدی هم داره آجستن آقا، تمام چشم ولی اون تمامی که عرض کردم بحث اجماع شامل همه علما نمیشه. بحث اجماع فقهیشو من در یک مجال دیگه درون دینی ثابت میکنم. ببخشید آقا صدام.
حالا آج آقا اگر نکته هم ناظر به صحبت اخیر محمد علی هم همه عزیزانی که نظر به صحبت شما داشتن بعد از آج آقا رضاییان مفصل آره ایشاره بعدش اگه وقت بود من یه دقیقه چیزی میگم اگر نه که اصلا من میشتمم خیلی هم استفاده دارم نه من به جهت این که فقط دوستان هم در حضور حضرت عالی صحبت بکنن اون بحث ابتدایی مطرح شد آج آقا رضاییان در خدمت شمایی سلام علیکم شب همگی بخیر خیلی استفاده کردم اینکه در جمع دوستان هستیم خیلی خوشحالم یکی از تجربیاتی که حداقل این چند ماهه دوستان فکر میکنم باش در کلاپاس آشنا شدن و باعث خیلی از مسائل شد هم خوب هم بد این بود که در خیلی از اتاقها سوالات از هم تفکیک نمیشد و علل قاعده این باعث میشد هم در ذهن خودمون هم در رسیدن به پاسخ هم در فهم زیبایی صحبت‌های دوستان که ممکنه هر کدوم از یه زاویه مسئله نگاه کرده باشن این اختلال ایجاد میشد و این اخیری که من ملحق شدم توفیق داشتم صحبت دوستان رو گوش کنم بنویسم نکته بردارم بعضی از فرمایش دوستان که استفاده کردم پر از شاید حداقل اون دقت که من توان فهمش داشتم حداقل 20 سوال بود من سعی میکنم فهم خودم رو در بعضی جهات عرض بکنم انشالله که بتونم یک کمکی کرده باشم و به فهم خودم و دوستانم اگه نکته‌ای بود به من بفرمایید هر جا هم بناس بنده قطع بکنم سید بزرگوار به من بفرمایید چون من وقت نه دستم هست نه اگه بفرمایید 2 دقیقه 3 دقیقه وقت منم بگید من بین سوالات تفکیک بکنم نکات رو عرض بکنم خواهش میکنم آقا من مشخصا اون دغدغه‌ای که مطرح شده بود رو تصورم این هستی که میخواستیم پاسخ بدین حالا نکات دیگری هم داشتید باز در خدمتیم نه خواهش میکنم نه هر جور بفرمایید پس به من یه مقدار قبلش بذارید همون پاسخ رو بعد نکات زیله خواهش میکنم در بیان خیلی از دوستان هم بود بین سوال شک شبهه تفاوت خیلی آشکاری هست و تو این چند ماه هم خیلی این اتفاقات افتاده سوال یک امر بسیار مقدسی است یعنی اساسا یک موقع جناب وریا فرمودن که بیاید با هم در مورد ایمان بحث بکنیم گفتم من فکر میکنم با هم اشتراک داشته باشیم چون در نگاه شیعی عقل تقدم بر ایمان داره یعنی با عقل باید ایمان آورد و این جزء مسلمات حداقل حکمای شیعه و فقهای شیعه است لذا اولین مسئله رساله حداقل تا چندی پیش این بود که باید برگردید اصول اعتقاداتون رو با عقل اثبات بکنید همینجا پل بزنم به اینکه شک یه حالت روانی است یک حالت روحی است که آدم تو یک مسئله وقتی پاسخی رو 50-50 تقریبا اسم میکنه اونجا یه حالت شک براش رخ میده اما شبهه اساسا یک مخلوطی از درست و غلطه لذا یه موقع من یه نکته‌ای به دوستان بزرگوار از خدا ناباوران اشاره کردم که ایجاد شبهه امری درستی نیست مثل اینکه ساختمان یکی رو خراب بکنید بدون اینکه ساختمان درستی بخواید براش بنا بکنید در فکر او شبهه چون مخلوطی از ایناست اما سوال انسان با سوال اصلا زندگی میکنه و با همینه که پیشرفت میکنه اما نکته دوم از همونجا آغاز میکنم اینکه تقدم عقل بر ایمان در نگاه متفکرین ما خیلی روشنه در نکات دوستان یه اشتباهی صورت گرفت به نظر بنده و اون اینه که ما در یه اصولی داریم اون تمام بنای هستی یک موحده اون بهش میگیم اصول اعتقادات یه فروعی داریم که در خود این فروع یعنی احکام یه 5 فرع داریم که اینا رکن حساب میشه و شما بفهمید هزاران قانون داریم که اینها خودش فرع اون 5 اصله 5 به اصطلاح رکن اساسی فروع داریم پس اگه ما در مورد اصول اعتقادات صحبت میکنیم یعنی شما فرض کنید 70-80% کل هستی که خدا برش بنا کرده همه واقعیت رو اینطور فرض بکنید ما اینجا با خود ابزار عقل جلو میریم در اصلش بله بعضی از شاخ و برگاش شاید از جای دیگه از وحی هم بگیر این نکته اول اما اگر این ادعا بشه که آیا من با عقل تمام واقعیت رو میتونم بفهمم و معیارش در تمام جزئیات عقل این یه خلط آشکاره یعنی هیچ فیلسوفی هیچ حکیمی هیچ عاقلی تو عالم ادعا نکرده که آقا من همه واقعیت رو با عقل خودم میتونم درک بکنم بله ما معیارهایی داریم در بعضی از امور پس اینی که اگر یه جایی یه مسئله ای بود مطلقا مثلا با من عقلم نتونست اون رو درک بکنه این واقعیت نداره این فکر میکنم
یه خلطه در حداقل گفتگو باید صورت گرفته باشه. مثلا این میمونه، شما من سعی میکنم عذرخواهی هم بکنم چون دوستان از اصطلاحاتم استفاده کردن، من تا جایی که بتونم سبک بکنم حرف خودم رو بتونم منتقل بکنم. شما فرض کنید یه پدر مهربانی داره 10 تا تخصص داره، این نیوتونه، این بگید تو روانشناسی فلان روانشناس برجسته است، تو جامعه شناسی آخر علم است به اصطلاح. حالا این میاد در شما رفتید مطب و او رو به همه این خصوصیات 10 خصوصیات در قدرت و اینها داره، حالا یه نسخه ای رو برای شما تجویز میکنه تا اینکه حرف او رو گوش بکنید. بعد تحقیق میکردید که آقا این آقا این پدر این دوست داره این 10 تا تخصص هست یا نه، این با عقل سازگاره. اما وقتی وارد مطب شدم، این فردی که 10 تخصص داره، حالا اگر جزئیاتی از نسخه رو برای من گفت که این کارو باید در فلان زمان انجام بدی، در این جزئیات بگم من عقلم به این قد نمیده که آقا من چرا باید مثلا در 2 ساعت این کارو بکنم، در فلان ساعت حتما در ساعت 8 صبح برم آزمایش بدم، این با عقلم سازگار نیست، خلاف خود عقله. چون فرض اینه اون فرد حداقل 10 تخصص داره که 40 سال برای زحمت کشیده، من میخوام در یک فاصله 30 ثانیه تمام معلومات او رو با معلومات نداشته خودم که من اصلا رشتم چیز دیگری است بخوام با سنجش بکنم. دقیقا اینجا توازنی است که ما تو ایمانی به تو پارادایم شیعی تو دستگاه حکما و فقها شیعی دارم عرض میکنم، ما اینجا که اگه گفتن ان دین الله لا یصاب العقول، مال اون فروعات مسلم، نه تازه اون اونهایی که جعلی وارد شده، اونهایی که برش اتفاق نظر نیست، نه در مسلمات اگر یه فرعی آمد، من اونجا دیگه نمیتونم بگم آقا من این رو نمیفهمم، چون نمیفهمم بذارمش کنار. نه، اگر بگم آقا با عقل من سازگارم نیست، یعنی نمیفهمم، خودش یه مرتبه است، اینم بگم سازگارم نیست، اونجا هم باز یه خلط آشکاری کردم. چون ناسازگاری یکی از ریشه هاش اینه که من اول باید اون مسئله رو کامل بهش اشراف داشته باشم تا بعد بگم ناسازگار است. این تازه تو فروعاته، یعنی تازه اگه تو فروعات از احکام یه مسئله پیش آمد، من اگه اونجا بخوام این حرفو بزنم، این خودش عاقلانه نیست، این جهت اول. بس خیلی از مثال هایی که دوستان زدن مال این تفاوت، که این تفاوت هم یه تفاوت روشنی است. خدای متعال یه فعلی رو گفته، درسته یا غلطه به هر نحوی، اگر ثابت شد خدای متعال این رو در پیام وحیش گفته، حالا در این جزئیات به هزاران متغیر نظر کرده و گفته این خوب است یا بد است. خب من که اشراف به هزاران متغیر ندارم که اینجا بخوام همه این را به سنجش در بیارم. همینجا من پل بزنم به اون نکته‌ای که چند باری حتی جناب ویلیام فرمودن و این یک روند رایجی است که من چرا با طبیعت گرایی نمیام جلو. خب سوال اینه، من اگر با علم تجربی و علمای ساینسش دارم میام جلو، اگر اینطور بود خب این فرازمانی است دیگه، من قبلا هم معیار همین بود. ما الان رفتارهایی رو خود تجربه گرا اینها رو خوب میدونن یا بد میدونن که 200 سال پیش اصلا اینها به مخیله یک فرد تجربه گرا، یک دانشمند علوم تجربی هم نمیرسید. اگه 200 سال پیش میگفتن آقا شما از این ور تصویر دوستتون رو در اون ور میبینید با هم صحبت میکنید، شاید اصلا یا یک امر نامعقول این رو میدونستن خیلی ها. خب این نمیتونه معیار باشه بر این. شاید من الان بگویم 400 سال بعد احتمال داره که ما پیام هایی که موجودات به هم دیگه دارن میدن با فرکانس های خاص خودش، که من حالا تخصص تو فیزیک و شیمی ندارم، بین مورچه و خیلی از پدیده های طبیعی که الان هست موجودات کنار ما، بگم 200 سال یا 400 سال آینده امکان داره ما پیام های اینا رو رمزگشایی بکنیم با یه دستگاهی، بفهمیم اینا چه پیامی رو به هم منتقل بکنن. اگر الان بگم به نظر من علم میتونه به این راه برسه در شاید کمتر از 400 سال آینده، خب الان اگه ادعا بکنم که این رمزگشایی توسط خالق این پدیده ها در قبل میتونسته صورت بگیره یا نه، حالا ما اینجا پیش‌فرض اون اثبات وجود خداست، قطعا میتونسته صورت بگیره، لذا یک امر نامعقول یا حتی عقل گریز هم نیست که بگیم پس چرا خدای متعال در جریانی که نقل کرده در مثلا قرآن کریم، این جریان یه جریانی است که ما با طبیعت نمیفهمیم. بله خیلی چیزا ما هنوز قواعدش کشف نکردیم، الان بهش نرسیدیم، اما 500 سال بعد ممکنه به این پدیده ها برسیم. از همینجا پل بزنم به نکته‌ای که فرمودن دوستان، اگر کسی بخواد داستان‌ها رو اسطوره‌ای بگیره، به تعریفی که البته بیان کردن که حقیقت غیر واقع، این من جمله‌ای که نوشتم، یعنی اصلا نشدنی است با مثالی که فرمودن. خب این یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم احتمال داره از مثلا 5 تا نکته‌ای که بیان شده در کتاب مقدس یا قرآن، ما کتاب مقدس که از خدا متعال مستقیم نمی‌دونیم، بالاخره اون به زبان حواریون خیلیش بیان شده،
در قرآن کریم که زبان مستقیم خدای متعال میدانیم، اگر این گونه باشه من در هر جایی میتونم این احتمال اسطوره‌ای بدم. یعنی چی؟ یعنی میتونم بگم هر جای این پیام آمده میتونه حقیقت غیر واقع باشه. خب ثمرش چه خواهد شد؟ ثمرش این است که من میتونم بگم کل این کتاب درش پیام‌هایی هست یا احتمال پیام‌هایی داره که اینا غیر واقعن. خب این نقض غرضه. یک مجموعه ای آمده که این مجموعه بناش بر این بوده، این پیام‌ها یه مجموعه ای که انسانو میخواد به اون اوج زندگیش و کمال انسانیش برسونه. هر جا اون نکته ای گفته من میتونم بگم این حقیقت غیر واقع است. لذا اینجا استدلال آوردن خیلی از فلاسفه مسلمان که اینجا نقض غرضه، این کار بیهوده است، چون اصل اعتماد شما رو به اون کتاب مقدس همین استدلال نقض میکنه و از بین میبره که حالا در جای خودش. پس این اسطوره‌ای بودن، ممکنه شما یه مسئله ای رو باش حل بکنید و منم دغدغه دوستان رو متوجه میشم که میخوان با این اسطوره یا با بعضی از بیانها بعضی از تناقضاتی که بیان میشه رو اینا رو حل بکنن، اما این خودش یک نقض بزرگتره که این اصل واقع رو از بین میبره. این نکته سوم. اما در مورد وحی، همین نکته اخیری که عرض کردم مقدمه وحیه. شما نکنید وحی رو با یک زبان ساده از لزوم علت غایی خیلی ها بیان کرد. یعنی چی؟ یعنی میگن هیچ آدم عاقلی نیست کارش رو بیهوده انجام بده به زبان ساده. خب این انسان یعنی کارش هدفمنده. چطور میشه خالقی که کمال مطلقه، یعنی علم مطلقه، حکمت مطلقه، بی نیاز مطلقه و رحمت مطلقه یعنی بی نهایته، این یه مجموعه ای رو خلق بکنه، این مجموعه همینطور گزاف باشه، یعنی قایتی نداشته باشه پیش روی، هدفی نداشته پیش روی خودش. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم میگن این انسانی که تو این زندگی که شما زندگی دنیا رو فعلا، اصلا من به آخرتش هم فعلا کاری ندارم، تو این دنیاش ببینید روابط اقتصادی فرهنگی بین من و فامیلم، بین من و دوستانم، بین من و غیر همکیشانم چه نوع روابطی باشه، تو خورد و خوراکم و خیلی از مسائلی که در همین زیست دنیوی من مؤثره هزاران متغیره. اینجاست اگر به علم نگاه کنیم، خب انسان خودش این رو میتونه کشف کنه. میگم انسان چه ابزاری دارد؟ یکی تجربه، علم بنای ساینسش، دو صداشون قطع شد یا من ندارم؟ بله بله صداشون قطع شد. قطع شد. بله بله 15 ثانیه نشینم شما رو. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، هم صدام یه مقدار نابهنجار، هم قطع شد، منو میبخشن. خب این من نمیدونم کجا قطع شد، خلاصه عرض میکنم 15 ثانیه پس... اخیر رو نشیدیم. بله بله. پس یک موجودی دارم که این علم مطلق، رحمت مطلق، حتما تو فلش هدفی داره. دو میام سراغ انسان، یکی میگه خب خودش میرسه انسان به همه این خوبی ها دسترسی پیدا میکنه. من سوالم اینه که این انسان دو ابزار عمده داره، حالا به ابزارگر کارش ندارم فعلا، یکی عقل، یکی تجربه. الان کدام دانشمند تجربی است بگوید تجربه به تمام واقعیت دسترسی پیدا کرده؟ یک. کدام فیلسوف است که بگه این فلسفه، این عقل به تمام جزئیات هم دسترسی پیدا کرده؟ این هیچ اندیشمندی تو این حوزه ادعا نکرده. اما اگه من سوال بپرسم، کسی که خدا رو ثابت کرده، کسی که میداند خدایی که داره با این خصوصیاته، یعنی عالم مطلق، عالم بی نهایت، رحمت بی نهایت، میاد موجودی رو خلق بکنه با این همه احتیاجات و میدونه او احتیاجاتش با علم و تجربه به تنهایی، یا من نفی تجربه و عقل و فلسفه نکردم، عرضم می بود آیا تجربه و علم این به تمام واقعیت میرسه یا نه؟ اگر میدانه نمیرسه، اون وقت اینجا به یه انسانی رو خلق کردی و رها کردی بدون اینکه بهش پیام بدی که این چجوری میتونه به این مایحتاجش برسه. حالا اگر متغیری به نام ابدیت رو زمینه کردی، که حالا الان زمینه‌اش بکنیم، انسانی است که مدار حرکتش این گونه است، تا یک جایی مثل یک سفینه‌ای که میخواد از مخزن خودش جدا بشه، حرکت مادی داره، یه جایی هم هست که حالا به تعبیر برخی این روح میخواد از این جسم حالت ابدیت خودش رو سیر بکنه و ادامه بده. تمام این پرش و جداسازی این دو بود که حالا فقط هم مال اندیشمندان مسلمان نیست، بنده به اینه که تو این حرکتی که داره میدوه تو این 80 سال 120 سال که ایشالا بلا از همه جمع حاضر و عزیزان و مظلومین دور باشه، میخواد حرکت بکنه تا ابدیت خودش رو سیر بکنه، بنده به اینه که این تو این دنیا چجوری زیست کرده.
خب اینجا خیلی سوالات دیگر رو باید جواب بده، چون باید جواب بده که این زیستش در زیست بعدیش چه تأثیری داره. مثال عرض بکنم، مثل اینه که به من بگن الان تو 5 سال در تهران زندگی میکنی ولی 50 سال بعد بری قطب زندگی بکنی. حالا من دو صورت میتونم در این 5 سال تهران زندگی بکنم. یکی بگه هر کاری دلت میخواد انجام بده. نفر دوم میگه بابا 50 سال مهمه، تو 5 سال یه جوری زیست کن که بتونی 50 سال قطب و دوام بیاری. دقیقاً تقدم دنیا و بر آخرتی که ما میگیم از همین جهته، چون این مقدمه اون پرشه میگه این زیست اگر خود این دنیا رو نگاه کنی نیاز به خیلی از علوم داره، اگر بعد اورم نگاه کنی ابدیت بازم به این مقدمه نیاز داره برای حرکت، چون این همین حرکتی که اون حرکت بعدی رو شکل میده. لذا اینجاست که وحی لزومش عقلاً ثابت میشه، این میشه وحی، یعنی لزوم پیام. اما اینکه این درک پیام میشه ساحت 4 که سوالات و شبهات اینجا خیلی شکل گرفت. ساحت 4 آقا بگیم وحی چگونه اتفاق افتاد. خب عزیزان میدونن حداقل چندین تفسیر در اینکه وحی چگونه اتفاق افتاد مطرح شده. چون من چند تا فرضشو میگم که عاقلانه است و قابل درکم هست. یک، برگردن بعضی از متکلمین قائل به این شدن که خدای متعال کلام میتونه داشته باشه یا نه، اما کلام نه به معنای این که من بین دو لب من صدایی خارج میشه، نه، شما ممکنه با ایجاد صوت، مثل اینکه یه موسیقیدان با اون صوتی که ایجاد میکنه در وسیلهش داره پیام میرسونه، حالا ممکنه الفاظ باشد. در اینکه این کلام امکان داره یا نه، دلایل اقامه شده که بله این امکان داره از این جهت. در اینکه پیام غیر از صوت باشه، یعنی یک حالتی که بعضی دوستان تفسیر کردن، یه نکته دومه، در روح و جسم من یه حقیقتی مثل این که به شما نشون بدن، مثل این که شما تو خواب یه حقیقت رو دیدید، اینم امکان داره. بله اینم امکان داره، فرضش هم اتفاق میفته برای خیلی از ماها. در اینکه یک موجودی بیاد تمثل پیدا بکنه و اون رو بیان بکنه، اینم فرضی است که اصلا خلاف عقل نیست. شما دنیایی که حالا دوستان میخوان تصویر بکنن این شکلی تصویر بکنن، با من حالا حداقل فهم هم حکمای شیعه است، هم طبق آیات روایت جزء مسلمات و هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید. تصویر این گونه است که حالا قطعا میدونم جناب وریا خیلی میگن اسپینوزایی، البته اسپینوزا هم از عرفا گرفته، ولی کاری ندارم، تصویر رو با من دقت کن چون دنبال تصویر موجه میگردن دوستان. من تو ذهنم بناست یه عالم یه سری موجودات خلق بکنم. شما فرض کنید همه عزیزانی که شنونده هستن تو ذهنشون یه موجود خلق کردن، خب تو این موجود، به این موجودی که خلق کردن به انواع مختلف میتونن، چون وجودی که داره اون موجود میگیره از من و شماست دیگه، به انواع مختلف ما داریم به اون پیام میدیم، متأ یه پیام وجودی است، یک حالت تغییری است که میتونیم در اون شکل و حالتش رو تغییر بدیم. این هم خیلی معقوله و امکان پذیره. پس اینی که فرمودن دوستان خب معقول نداره خدا که همه جا هست. بله خدا همه جا هست، تو اون تصویر ذهنی من، تصویری که تو ذهنم خلق کردم، من همه جای اون تصویر هستم، اما اون قابلیت تصویر برای اینکه از من پیام بگیره یه بحث دیگری است که دوش خلق شده. اون تصویر اگر بخواد از من پیام بگیره باید قابلیتی درش ایجاد شده باشه. لذا دوستان حواله میدم به اسفار اربعه ملا صدرا که ببینید خیلی عرفا هم در مورد حقیقت نبوت این رو قبول کردن. ما ساعت 8 اتاق رو شروع کردیم، روال بله. تنظیمات کلاپوس این شکلی چون میخواییم ضبط بشه تا ساعت 2 به وقت ایران بیشتر وقت نداریم. اگر امکانش هست جمع‌بندی بفرمایید که آقای موسوی و آقای امیری رو هم بشنویم. بله بله ممنونم فرمودید. ممنونم. پس این نکته اخیر، این که فرض معقولی هم هست که من یه دنیایی تو ذهنم خلق کردم که الان همه دوستان میتونن این تصویر ذهنی رو داشته باشن با خودشون و بعد من به او پیام بدم، بله یه فرض معقولی است، اما اینکه او بتونه پیام رو بگیره یه ظرفیت وجودی میخواد، این سیگنال رو بعد هر کسی قابلیتش رو داشته باشه. اینجاست میگن این موجود، این موجودی به نام نبی، یا اون که دوستان این تیکش رو درست فرمودن کاملا که موجودات دیگه هم میتونن، اما میتونن پیام بگیرن نه وحی، چون هر کدوم یه قابلیت خاصی رو میخواد که اونجا این که نبی به صورت خاص کسی باشد یه دلیل دیگری داره. من چون فرمودن دیگه عذرخواهی میکنم، من سعی کردم نکاتی که دوستان فرمودن رو عرض بکنم. یک نکته هم هست، فقط این رو اشاره میکنم بعد دیگه من خداحافظی میکنم، شنونده هستم. این است که ما خیلی وقتا بین اینی که دین عقلانی است و رحمت خدا، عدالت و غفران و صفات خدا
یه مقدار اینها با هم قاطی میشه. این که دین دین رحمت است سر جای خودش، خدا رحمتش بی نهایت، سبقت هم گرفته و وسعت هم داره، همه چیز رو شامل میشه، در شکی نیست. اما این که صفت رحمت غیر از عدالت و غفرانه، این تفاوت آشکاری داره. جایی میرسه کسی ظلمی میکنه، این ظلمی که به بنده میکنه علی القاعده شامل عدالت میشه و باید پاسخ بده. اما رحمت خدا بر این که این فرد کمک بکنه اگر خواست تا اینکه حق مردم رو بپردازه یا نسبت به اون چیزی که قصور داشته جبران بتونه انجام بده، این تو جنبه رحمت. و دقیقاً مثل این مثال آخر میماند، دو برادری سر سفره نشستن، برادر اول میاد سفره‌ای که پدر نشسته همه امکانات درش هست میاد میخوره و کاملا لذت میبره و اگرم چیزی خواست به خودش میبره، اما برادر دوم میاد سفره رو به هم میریزه. این سفره‌ای که داره به هم میریزه میاد از اون چیزی که گذاشتن دستش رو ضد عفونی کنن سر میکشه، سفره هم چیزی نمیخوره، میخواد بره به پدرش میگه منو میبخشی، پدر رحیم و اون مهربان میگه من میبخشمت. اما برادر اول و دوم فرقشون اینه، اولی شامل رحمت شد، خورد و برد و لذت برد، دومی موجب غفران شد، یعنی رحمتی برای اون نبود، از سر سفره بهره ای نبرد. ایشالله هممون مشمول رحمت خدا بشیم. ممنونم ازتون. ممنونم آقای دکتر رزن، سپاس ویژه از حضرت عالی. من این نکته رو بگم چون ممکنه که آخر اتاق وقت نباشه. چشم آقا، حتما به شما خواهیم رسید. این نکته بگم چون ممکنه آخر اتاق دیگه وقتی نباشه. ما خیلی ضرب العجل این اتاق رو تهیه و تدارکش انجام شد، از قبل که پیشبینی شده بود و خانم عرب سرخی با جناب دکتر آرمین صحبت کرده بودن و دعوت کرده بودن و ساعت ها هم با دوستان در فضاهایی که راجب این موضوع میشستیم و صحبت میکردیم دغدغه‌مون بود. الان میبینید ما این اتاق رو ذیل کلاب خاصی بالا نیاوردیم و صرفاً به جهت پاسخ دادن به اندازه وسع خودمون به سوالات و شبهاتی که مطرح شده بود، ابتدای هم که با حضور آقای آرمین و در ادامه که با عزیزان که روی استیج تشریف آوردن و الان هم هستن و برخیشون هم تشریف آوردن، تونستیم به یاری خدا یه فضای گفتگویی رو استارتش رو بزنیم. این قدم قدم آخر نخواهد بود، به یاری حضرت حق این راه ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. این انشاءالله رو تلاش میکنیم که از زبانمون نیفته، تو عملمونم بتونیم نشون بدیم که بالاخره نسبت به عرضه و تقاضا، به این سیکل عرضه و تقاضا که تو فضای کلاباس فارسی صرفا فقط ممکنه مطرح بشه، بتونیم یه کاری انجام بدیم به اندازه توان و وسع خودمون. من اگر توی این بحث اداره اتاق به اندازه سهم خودم، آقای صابر عزیز و سرکار خانم عرب سخی که حتما بهتر اداره کردن، این نکته رو بگم که اگر خواستم یه قاطعیتی باشه برای کنترل همین استکاک اندیشه ها بود، به زعم خودم عذرخواهی میکنم اگر تندی شد و حلال کنن دوستان. حاج آقای آقامیری، شما نکاتی رو که دوستان خطاب به حضرت عالی فرمودن رو شنیدید، نکته دارید از شما استفاده کنیم، بعدش هم آقای امیری و سید. من خیلی کوتاه میگم چون میخوای زود جمع کنید بحثو. آقا محمد و آقا مهدی و که انشالله پس سفره کله پاچه من جوابشون میدم، اونو اشکال نداره. حضرت صابرم البته هست. اینجا نگی حاج آقا، واسه جلسات بعدی بذار. الان 24 دقیقه وقت داریم. همشو ببخشید حاج آقا، منم فکر کردم که سوالای زیادی دارم، همون پای کله پاچه سوالم فقط جواب داده میشه. الان متوجه شدم که دفعه قبلی هم که شوخی به من گفتن کله پاچه شوخیه، یه میلیون پول کله پاچه از من گرفتن. حالا بذارید من یه چیزی راجع به صحبت‌های حاج آقای رضاییان عرض کنم. جناب رضاییان، حالا این البته این قسمتشو وریام چون ایشون هم مخاطب قرار دارید میتونه بگه. شما میگید که نظر طبیعت‌گراها رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون مثلا 20 سال پیش یه بر اساس تجربه یه مطلبی رو میگفتن، الان یه مطلب دیگه ای رو میگن. خب عزیز من، علمای ما فتواهاشون در طول این هزار خورده ای سال هزار بار عوض شده. تو عمر خودشون اول عمرش یه فتوا داده، بعدش یه فتوا داده، بعد دوباره یه فتوا دیگه داده توی موضوع. خب اگه اینجوری باشه که پس حرف علما رو هم گوش نکنیم دیگه، بگیم اینا فتواهاشون روز به روز عوض میشه دیگه. تازه هر روز عوض میشد. بعضیاشون میگفت من هر روز یه فقیه جدیدیام. اول عمرش میگفت ابتداء به میت حرامه، بعد فهمید نه اشکالی نداره. اون میگفت نه، در متعه اذن پدر شرط نیست،
بعدن به نتیجه رسید که شرط هست. حالا اونی که رفت ازدواج کرد بر اساس فتوای اول ایشون، بعد که فتواش عوض شد، حالا بعد چیکار کنه؟ میخوام بگم اگه میخواد بگی تغییر میکنه چیزی که خب بخواد تو فتوای علما تغییر میکنه، پس به علما هم بیخیال شیم، از علما هم تقلید نکنیم. و اینکه شما الان اینجا یه 10 دقیقه بحث علمی کردید و عقلی که ثابت کنید که عقل معیار نیست، این خیلی عجیبه که با استدلال عقلی میخواید عقل رو ببرید زیر سوال. یه مقالطه هم فهمودی، این وقت مخلص شما هم هستم، اونم این که من راجع به اصول دین صحبت کردم، شما راجع به فروع دین صحبت کردید. من میگم خود خدا رو مگه نمیگید عقلی باید فهمید؟ نبوت رو مگه نمیگید باید عقلی فهمید؟ بعد من با عقلم باید استدلال داشته باشم براش. اول اینکه اگه من با عقل فکر کردم صادقانه واقعا بدون شیله پیله، بدون مریضی، بدون هیچی، و رسیدم به این که نیست، نظر شما راجع به من چی میشه؟ من الان به بچه‌م جرئت نمی‌کنم بگم فکر کن. خب اگه فکر کرد فهمید نیست، به این نتیجه رسید نیست، واقعا هم صادقانه فکر کرد فعلا به این نتیجه رسیده که نیست، اینو باید مرتد بدونیم، اینو باید هزار بلا سرش بیاریم، اینو باید تهدیدش کنیم. و بعد شما اصول دین و یه چیزایی رو شما قطعی گرفتی تو بحثت که برای هیچ کدومش استدلال نیاوردین. شما میگی دنیا مثلا مزرعه آخرته، دنیا مقدمه آخرته، کی گفته اینو؟ اصلا یکی میاد میگه آقا جون اصلا اون یه زندگی دیگه است، یه شروع جدیده، اینجا ما زندگی کردیم، به یه جایی رسیدیم، اونجا یه زندگی جدیده. شما باید در این استدلال بیاری، برای ابدیتی که میگی باید استدلال بیاری. شما بحثاتون یه بخشیش قطعی گرفتن یه سری مسائلی که توی کتب دینی مطرح شده، بعد از اون بر میخواید اونا رو قطعی بگیرید ولی استدلال عقلی هم بیارید. خیلی یه آش شل قلمکاری شد، ما تشم نفهمیدیم بالاخره شما چی فهمیدید. میخوام به شما عرض بکنم اگر عقل حجت نباشد، من الان هیچ کدوم همین حرفای شما رو نمیفهمم. من همین حرفای شما رو با عقلم باید بفهمم دیگه. بعد شما میخواید به من ثابت بکنید که عقل حجت نیست. خب پس من چجوری باید حرف شما رو بفهمم؟ من از کجا باید بپذیرم که شما پیامبری یا شما از طرف خدا یه حکمی رو آوردی؟ شما میخواید بگی این حکم از طرف خداست، تو نمیفهمیش، با عقلت هر کاری کنی نمیفهمیش، بهش عمل بکن. من اصلا از کجا، من اگه عقل نداشته باشم اصلا نمیفهمم تو پیغمبری، اصلا نمیفهمم خدایی وجود داره. من اگه عقل نداشته باشم اصلا نمیفهمم وحی واجب است که وحی بشود. شما میخوای به من ثابت کنی که یعنی ادعا اینه که اصول دین عقلیه، یعنی فهم خدا که از قامزترین اموره، اونو با عقل میشه فهمید. فهم نبوت، فهم امامت، فهم عدالت، فهم معاد، معاد، معادی که علامه طباطبایی بهش میگن، راجب معاد برای ما بگو، میگه روزی اوضاع نیست در همون زمان خودش، در کتاب انسان بعد از مرگش، بعد از حیات انسان بعد از مرگ نوشته حق این است که سلف صالح ما در این امور ارثی برای ما نگذاشتند. علامه طباطبایی اینو میگه. شما معاد رو میگه عقلیه، با عقل باید برسی به معاد، بعد میگید که خب ولی در فروع شما نمیفهمید. یارو چجوری مغزش معادو میفهمه فروع رو نمیفهمه؟ شما چرا نمیخوای بگی من نمیتونم توضیح بدم؟ ما نمیتونیم توضیح منطقی بدیم، اگه پیامبر بود تمامشو براتون توضیح منطقی میداد. به جای اینکه بزنیم به جهل خودمون، میزنیم به اینکه عقل اینو نمیفهمه. بابا بگی ما نمیفهمیم، مگه مجبوریم؟ مگه مجبوریم چجوری چیزی رو که با عقل نمیفهمی؟ شما که از ما جدا نیستی، مگه علما از ما جدان؟ علما یه چیزی میفهمن ما نمیفهمیم؟ این که نمیشه که. اگه میفهمی میتونی برای ما توضیح بدی. اگه میگی توضیح عقلی نداره، تو چه جوری فهمیدی؟ تو از کجا فهمیدیش؟ چه جوریه که شما میفهمیش ما نمیفهمیمش؟ بعد به من میگی چیزی که من خودم هم نمیفهمم تو هم نمیفهمی ولی حکم خداست، که حالا معلوم نیست از کجا شما فهمیدی حکم خداست، بیا به این عمل بکن. حاج آقا اینا پر از پارادوکسه، اینا حرفاییه که خدا شاهده، یعنی همه چیو میبره زیر سوال. اگه قرار بچه من تکلیف بشه در 15 سالگی یا دختر من به فتوای بعضی از همین علما در 9 سالگی به بلوغ برسه و مثلا چیز بشه، چی میگن، مکلف بشه، بعد این باید خودش بشینه با استدلال عقلی معادو بفهمه. امامت و نبوت و خود شما میدونید این بحثا چقدر عمیقه، همه اینا رو باید بفهمه که بعد بهش بگم که حالا همه اینا رو فهمیدی با عقلت، این چیزای عجیب غریب و این چیزای ثقیل و این چیزای قامز رو، حالا بفهم که تو نمیفهمی امور فرعی رو ولی باید بهش عمل بکنی. خدا وکیلی خودتون الان فهمیدین چی شد، چقدر پارادوکس شد. من میخوام بگم که
اگه من میگم دین یک امر عقلیه و ما اگر چیزی استدلال نداشته باشه نمیپذیریم، علتش هم اینه که ما با کسایی طرفیم، از بزرگان علما رو میگم ما، که خودشون معتقدن که فهمشون از دین اینه و فهمشون هر روزم تغییر میکنه، و اینکه هیچ کدومشون ادعا نکردن اینی که من میگم عین دینه و خلاف این خلاف دینه، هیچ کدومی همچی ادعایی نداشتم. من هم چجوری ما از این ادعاها داریم؟ میگه آقا فهم من اینه، درش میشه والله العالم، من فتوای من این، حالا اگه منو قبول داری این فهم منه. بعدم شما کتاب ولایت فقه آقای جوادی رو بخونید، 2000 جلد 2000 تا 3000 صفحه فکر میکنم، اونجا میگه فقیه ما لا یسأل عنه نیست. میگه اینجوری نیست که فقیه یه فتوا میده ازش سوال نمیشه، ازش سوال میکنی و باید جواب بده. این روشی که طرف فقیه تا قیامت هم دسترسی بهش پیدا نمیکنی، هیچ وقت نمیبینیش، هیچ سوالی رو جواب نمیده، این روش درستی نیست. آقا ما بر روشمون رو عوض بکنیم، مرجع تقلیده ولی مرجع نیست، یعنی محل رجوع نیست، چون ایشون هیچ جوابی نمیده. دفترم شما دفترتر مراجع زنگ بزن، هر روز زنگ بزنی، هر کی گوشو برداره یه جوابی بهت میده. یعنی یک مسئله رو خودتون امتحان کنید، به دفتر یه مرجع تو یک ماه 5 بار زنگ بزن، احتمالاً 2-3 تا چیز مختلف خواهی شنید. این که روش دینداری نشد که، اینا انتقادات وارد، باید آقایون باید اگر فتوایی میدهی توضیح بده. شما میگی یارو دکتره، به شما میگه 6 صبح بیا آزمایش بده، ولی شما نمیتونی بده. چرا نمیتونم بفهمم؟ دکتر میگه عزیزم باید ناشتا باشی، بدن شما وقتی اینقدر ساعت آب نخوری به تعادلش میرسه، من اونجا میتونم بفهمم چیش کمه چیش زیاده. قشنگ دکتر توضیح میده. ایران رو نبینید که دکتر ما رو آدم حساب نمیکنه. بسیار شرمنده‌ام حاج آقا، ما 4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. خیلی عذرخواهم ما خیلی برامون مهمه که این ریپلای اتاقمون خیلی مهمه که ریپلای اتاق بمونه. بله بله بله، تمام حرفو زدم دیگه، یعنی خواستم همین بگم که حرف داریم دیگه. خاک پاهمتون هستم. انشالله که جلسات بعدی حتما همین جوری برگزار میشه، ولی به نظر من که خیلی شیرین و جذاب، همه استقبال میکنم. من خیلی معذرت میخوام اسد امیر. آقا وریام فکر کنم صحبت داره. آره، ولی ما کلن 5 دقیقه وقت داریم، متاسفانه. نهایتاً 6 دقیقه وقت داریم، نهایتاً. اگه اجازه من تو 2 دقیقه سعی میکنم جنبندی سریع بکنم. اگر آقای امیری 2 دقیقه است بفرمایید، چون آقای موسوی رو اصلا و ابدا نشنیدیم. من فقط به جهت اینکه بس ادب نباشه در خیلی سریع من میگم. اولا که خیلی استفاده کردم، خیلی نکاتی رو که من میخواستم اشاره کنم جناب آقا میری گفتن و من خیلی جالبه برام که صحبتها رو از ایشون میشنوم، واقعا لذت بردم. من تقریبا همین انتقادها رو میخواستم وارد بکنم، چند تا نکته دیگری رو هم بگم. البته در باب آنچه که جناب آرمین گفتن در باب تک خدایی در عهد عتیق، نکاتی بود که خب دیگه وقت نشد، امیدوارم در جلسه بعد بتونم بگم. اما اگر ادعا این باشد که ادعی هستند که دین را میفهمند و اگر شما فهمیدید نمی توانید نپذیرید، این ادعا خیلی خیلی ادعای یعنی عجیبی است و مشکله. یعنی من باید بگم آقا تا وقتی من موجه نشدم، تا وقتی قانع نشدم، بنابر اخلاق نباید بپذیرم. یعنی من تا وقتی سخن کسی رو نفهمیدم و موجه نشدم که این سخن درسته است، اگر بپذیرم دارم به حقیقت خیانت میکنم، دارم تقلید میکنم بگونه. بعد و آنچه که من از سخن جناب رضاییان میفهمم این هست که ما باید به نوعی در یک مرحله ایمان بورزیم، بپذیریم که خدایی هست، بپذیریم که خدا صحبت میکند، و حالا اگر هم یک جاهای اشکالاتی داریم و نمیتونیم اشکالات رو پاسخ بدیم، عده دیگری هستن به جای ما رفتن، حرف زدن، خوندن، تحقیق کردن، ما دیگه سخن اونا رو باید بپذیریم. خب اگر اینطوری بریم، یه عالم فیلسوف آتئیست هم هستن، اونا هم یه سخنانی دارن، خیلی ساده تر هم حرف میزنن. یه کسی میگه خب چرا من به اینا اعتماد نکنم، اینها هم سالها رفتن درس خوندن، تلاش کردن، نمیدونم فلسفه قبل خوندن. خب پس این یک اشکال. دو، در باب طبیعت گرایی هم نکته‌ای که جناب آقا میری گفتن که من کاملا باش موافقم، چون اگر قرار باشد ما اخلاقیاتمون رو از دین بگیریم، اون موقع در جهان جدید ما باید شواهدی داشته باشیم که نشون بدیم مثلا وقتی بردهداری برطرف شد این به خاطر دینداری ما بود، در حالی که شواهدی رو نشون نمیده. همین الان در Global Slavery Index وبسایتش هست، من میتونم بفرستم، در بردهداری من فقط 20 ثانیه تمام می‌کنم، 136 هزار نفر در سوریه
174,000 نفر در عراق، 85,000 نفر یمن، همینجور کشورهای مسلمان بردهداری وجود داره. یعنی اگر قرار بود بردهداری مثلا یک مثال فقط بر اساس دینداری ما برطرف بشه، اول باید دینداران بردهداری رو کنار می‌ذاشتن، در حالی که برعکس بوده، اول سکولارها و انسانگراها بردهداری رو کنار گذاشتن و بعد فشار آوردن به دینداران که آقا شما هم بذارید کنار. پس معلوم میشه اخلاقیات رو ما از جای دیگری میگیریم. حالا به هر حال من چون نمیخوام طولانی بشه، من همین چند تا نکته رو گفتم، امیدوارم در جلسه دیگری طولانی تر صحبت بکنیم. ممنون، مرسی. حتما حتما. آقای موسوی به سرعت شما رو بشنم. تقریبا سلام عرض ادب. من دیگه عرض ندارم، خیلی هم سلامت که پاتم پات نوکرتم. ببخشید من وقت شما رو گرفتم. نفرمایید، محبت دارید. من دیگه بزرگواران صحبت نمی کنم، انشالله تو جلسات بعدی چون پایان رومتونم هست دیگه مصدده نموشم. ببخشید، من به شده شرمنده شما شدم، ولی بالاخره این بحث حتی اگر تعداد عزیزان کمتری هم بودند زمان بیشتری می طلبید. آقای رضایان یه نکته ای داشتن که حالا آقای موسوی ترجیح دادن صحبت نکنن، حاج آقای رضایان این یکی دو دقیقه رو بفرمایید. خواهش میکنم. من البته تعجب کردم، من تمام نکات جناب آقا میری و عزیزان رو نوشتم، اینکه به گفته بنده توجه نکردن، حالا تعبیرشون بر این همه پارادوکس که نشون میدادن خیلی روشن. وقتی شما حاج آقا به جان خودم مطالب شما رو نوشتم حاج آقا، از رو نوشتم. نه پس این که بله، حالا بزرگوارید. خدمت شما عرض میکنم، این که بگید آقا شماها میگید بقیه، چون چرا خودتون رو از بقیه جدا میکنید؟ من وقتی در مورد عقل صحبت میکنم، در مورد عقل خودم صحبت میکنم. چرا یه طرف رو یه کسی، اگه من الان لباس میذاشتم یه عکس دیگه میذاشتم جناب امیری، شما با این لحن صحبت میکردید که آقا شما علما کی، من خودم عالم بدانم این وسط؟ نه، عقل من رضایان میگم، این عقل که من دارم، این عقل به معنای فلسفیش آیا تمام واقعیت رو درک میکنه؟ این خیلی امر سخت. آیا من اگر اصل یه چیز رو فهمیدم به این معناست که تمام جزئیات این پدیده ها رو بتونم با عقل درک بکنم؟ حالا اینجا آوریا هم خیلی خوشحال شدم، ولی ما گفتگویی که با آقای بریا حداقل این چند ماهی داشتیم همش بر اساس عقل بود. کی من تازه گفتگوی ما بر اساس حتی وحیم تا الان صورت نگرفته. اون وقت این که خیلی من از دوستان متعجبم، ببریم توی حاشیه هایی که امر بر مخاطبم گم بشه. خب خیلی معلومه شما وقتی یه پزشک متخصص، بله من میتونم ازش بپرسم، اما به این معناست که همه جزئیات تخصص 30 سالش رو میتونه به من بگه؟ این به معنیش که عالم میفهمه. بعدم جناب امیر بله فتاوا مختلفه، اما شما ببینید تو 5% فتاوا مختلفه، تغییرم کرده بله. برای همین من تفکیک کردم بین اصل و فرع. در بود اصول اعتقادات گفتم کاملا عقلی است، بله یه جزئیاتی داره که ممکن عقل به اونجا دسترسی پیدا نکنه. این سوالم برای همه بازه، گفتگوها برای همه بازه. اینکه شما اینجا جریان عالم دینی که حالا من اکاش لباسمو عوض میکردم با شما صحبت میکردم که این لحن رو از شما نداشته باشم، اشکالم نداره، مانعی نداره که این رو مخاطب قرار بدیم، اما حقیقت رو عوض نمیکنه. اون پارادوکسی که در مورد استوراف فرمودید یه تعاملی روش بفرمایید، اما در مورد عقل این بازه، این عقلی که بناست ما رو به اون سرانجام برسونه، اما یه جایی میرسه در خونه متخصص، اونجا از متخصص میخواد به او کمک بکنه، کما اینکه ما خیلی کارا این کارا رو انجام میدیم. ممنونم عزیزان، خیلی خوشحال شدم محضر دوستان بودید. سلامت باشید. خوش گذشت. صدای من الان هست؟ بله. فداد حاج آقا، من فقط این اسطوره رو هم نوشته بودم بگم یادم رفت به خدا. حالا خواستین یه بار، چون اسطوره یه معیاری داره، این نیست که بگی هر چیزی اسطوره است. اسطوره شناسی یه علمه، داستان ها رو میذاری وسط، با این علم میتونی بفهمی کدومش اسطوره است کدومش واقعیته. اتفاقا برای تفکیک واقعیت از اسطوره علم داره. حالا بمونه بعدن، قربون همتون. آره. انشالله ما حتما انشالله به شرط حیات این جلسه ها رو قراره که ادامه بدیم. به شرط حیات. دوستان زیادی توی بک چنل پیام دادن، خیلی زیاده، ببخشید که هنگ میکنه بک چنل، نمیشه پاسخ داد. دوستان زیادی قرار بود که تشریف بیارن روی استیج، واقعا